خسروپناه با موضوع ادیان و مذاهب در ایران، سرکار خانم مریم افتخار با موضوع اهل تسنن و حقوق شهروندی و جناب آقای اسفندیار سنگری با موضوع حق بیان اندیشه در ادیان. و در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم با موضوع عدم تبعیض و پوشش، در واقع حق انتخاب پوشش. دوستان و همراهان عزیز هم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه نظراتشون رو بیان بکنن. من در ابتدای کار از خانم مریم حبیبی دعوت میکنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان رو در تیر ماه 1401 به اطلاع شما برسونن. سرکار خانم حبیبی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود و وقت بخیر خدمت همه همکاران و همراهان عزیز که در جلسه امروز همراه ما هستند. امروز گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ایران در تیر ماه رو با این خبر شروع میکنم. اهل سنت ارکان پالانیجاف زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج که پیشتر در پی خلف وعده مسئولان دادسرای اوین مبنی بر آزادی مشروط و اعزام به مرخصی این زندانی و همچنین عدم رسیدگی پزشکی به بیماری پروستات وی با دوختن لبهایش اقدام به اعتصاب قضا کرده بود، توسط پرسنل زندان برای باز کردن لبهای دوخته شدهش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نگرانی ها نسبت به وضعیت مهندس عبدالحکیم فاروقی فعال مذهبی اهل سنت خراسان جنوبی ادامه دارد. وی از 24 خرداد کماکان در سلول های بازجویی اداره اطلاعات بیرجند به سر میبرد. فعالان اهل سنت همچون ابراهیم احراری هشدار دادند که وی همکنون بیمار است و جانش در خطر است. البته چند هفته بعد به زندان بیرجند منتقل شدند و از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه اون اطلاعی در دست نیست. فشار بر زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت در زندان گوهردشت وضعیت غیر قابل تحمل و بسیار سختی رو برای این دسته از زندانیان ایجاد کرده. از جمله یک زندانی اهل سنت به نام مؤمن محمدی در سالن 11 دست به اعتصاب قضا زد. نزدیک به یک سال است که او خونریزی داشته و در شرایط بسیار سخت جسمی است. او چندین بار به بهداری زندان مراجعه کرد اما از اعزام او به بیمارستان خارج از زندان جلوگیری شد و مسئولان زندان مدت یک سال است که او را به این ترتیب شکنجه می کنند. از سوی دیگر برخی زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت از جمله انور خضری، فرهاد سلیمی و ایوب کریمی در سالونی که زندانیان داعشی در اون محبوس هستند قرار دارند و با وجودی که چندین بار اعتراض کردند و از رئیس زندان خواستند آنها را از بند خارج کند اما رئیس زندان پاسخ داده نمیخواهم سالون یک دست باشد، میخواهم اهل سنت با داعش باشد. رئیس زندان به نام عزیزی رسما اعلام کرد که شما باید زیر چکمه های داعش زندگی کنید. فراخوان زندانیان سیاسی گوهردشت و اوین به گزارشگر ویژه در خصوص توهین دادستان تهران به زندانیان اهل سنت. به دنبال اظهارات توهین‌آمیز علی صالحی دادستان تهران بر علیه زندانیان سیاسی اهل سنت، جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت و اوین اقدام به نوشتن فراخوانی خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل کرده و نسبت به این برخورد اعتراض کردند. در این بیانیه که به امضای جمعی از این زندانیان سیاسی رسید آمده است، در پی مراجعه زندانیان عقیدتی اهل سنت به دادستان تهران در مورخ 9 تیر 1401 وی با وقاحت تمام خطاب به زندانیان اهل سنت گفت شما از هیچ حق و حقوقی برخوردار نبوده و چنانچه تا کنون اشد مجازات ها و محدودیت ها در مورد شما اعمال نشده، شخصا پیگیر حد اکثر سختگیری و محدودیت ها برای شما زندانیان اهل سنت خواهم شد. اعتصاب قضای جمعی از زندانیان سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج در پی بی احترامی دادستان تهران به زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج، شماری از این زندانیان در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب قضا زدن. بیانیه زندانیان سیاسی اهل سنت گوهردشت درباره رفتار وقیحانه دادستان. دادستان تهران که 9 تیر پس از بازدید زندان گوهردشت با انتشار مطلبی مدعی شد که به سخنان تک تک زندانیان گوش کرده و تلاش در حل مشکلات آنها داشته، زندانیان سیاسی اهل سنت با رد این ادعای فریبکارانه اعلام کردند که تهران که رفتار وی با زندانیان به خصوص زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت کینه توزانه بوده. علی صالحی دادستان تهران در پاسخ به مراجعه زندانیان سیاسی اهل سنت به آنها گفته من با هر گونه رسیدگی به مشکلات شماها سخت مخالفم.
از سوی دیگر به گفته یک منبع مطلع زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت پس از اعتراض به اهانت دادستان و دیگر قضات همراه وی و نوشتن بیانیه اعلام کردند که قصد دارند به طور جمعی اقدام به اعتصاب قضا کنند. انتقاد امام جمعه موقت راسک از تیراندازی بی‌ضابطه ماموران نظامی. مولانا عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت شهر راسک در خطبه های نماز جمعه از تیراندازی بی‌ضابطه ماموران نظامی عذر میخوام خانم حبیبی، من مجبور شدم مایک شما رو قطع بکنم. لطفا اگر که آمادگی دارید دوباره دستتون رو بالا کنید تا من مایک رو براتون باز بکنم. خب دوستان، همطور که شنیدید واقعا اخبار نفت بسیار زیاده. خانم حبیبی تقریبا در واقع تونتون داشتن میگفتن اخباری که فقط برسونن خودشون رو، چون اخبار خیلی زیاده. اولی جلسه هم عنوان کردن که همه اخبار رو بخوان بگن واقعا شاید نیم ساعت زمان ببره، ولی خب حالا امیدواریم که مشکلشون حل بشه بتونن سریع جلسه رو ادامه بدن. خانم حبیبی، ما منتظر شما هستیم. اگر که آمادگی دارید میتونید دستتون رو بالا کنید تا مایک در اختیارتون قرار بگیره. خب متاسفانه هنوز مشکل خانم حبیبی برطرف نشده. بفرمایید. خواهش میکنم. در فرزندم افتاد از روی مبل، یه لحظه شرمنده. خواهش میکنم بفرم. انتقاد امام جمعه موقت راسک از تیراندازی بی‌ضابطه ماموران نظامی. مولانا عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت شهر راسک در خطبه های نماز جمعه از تیراندازی بی‌ضابطه ماموران نظامی به سمت شهروندان بلوچ انتقاد کرد و گفت: من از فرماندهی نیروی انتظامی استان میخواهم که به این بحث ورود کند و به نیروهای انتظامی اجازه ندهد که این تعقیب و گریزها در داخل شهر صورت بگیرد. بازداشت یک روحانی کرد در پیرانشهر. یک روحانی کرد با هویت ملا یونس نوخا از اساتید مدرسه علوم دینی صلاح الدین ایوبی پیرانشهر روز پنجشنبه 16 تیر 1401 توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت و سرنوشتش نامعلوم است. ملا یونس نوخاه پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد و اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست. دهیار و امام جمعه اهل سنت یک روستا در میان چهار شهروند بازداشتی در اشنویه روز چهارشنبه 22 تیر چهار شهروند از جمله یک روحانی اهل سنت در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این شهروند فرهنگ کرامت 27 ساله ملا محمد طاهازاده امام جمعه اهل سنت روستای بیمزرته، البته اگه اشتباه نکنم، عبدالرحمن صادقی دهیار این روستا و فرعون ابراهیمی عضو شورای روستا عنوان شده. تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروح علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست. بهائیان، شقایق خانه زرین و نگار ایقانی شهروندان بهایی ساکن شیراز یک شنبه 5 تیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بعد از ظهر همان روز پدر خانم زرین در پی عدم کسب اطلاع از وضعیت دخترش و استرس ناشی از دستگیری وی سکته کرد و مکنون در یکی از بیمارستان‌های شیراز تحت مراقبت‌های پزشکی است. نگار ایقانی پیشتر به همراه شمار دیگری از شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری سال 98 در نتایج این آزمون با ایرادات مختلفی از جمله نقص در پرونده مواجه شد و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شد. چیزی که الان در این چند روز اخیر به وفور این خبر شنیده شد که متاسفانه نزدیک 54-5 نفر از این شهروندان بهاییمون با این مشکل مواجه شدند. هشدار جامعه جهانی بهایی: بهاییان ایران تحت شدیدترین حملات سازماندهی شده قرار دارند. دفتر مستقر در سازمان ملل جامعه جهانی بهایی میگوید در ایران تنها در ماه ژوئن 44 شهروند بهایی بازداشت، محاکمه و یا زندانی شدند و صدها نفر دیگر در انتظار احضار به دادگاه یا آغاز دوران حبس خود هستند.
جامعه جهانی بهایی افزایش بازداشت و حبس در هفته های اخیر را شروع فصل نگران کننده ای از عملی سازی و برنامه های مقامات در سرکوب بهاییان ایران توصیف کرد. تداوم بازداشت، حبس و مصادره اموال شهروندان بهایی از جمله موارد برجسته نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی توسط جمهوری اسلامی ایران است. تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت سه شهروند بهایی در بجنود، شعله شهیدی به همراه دو فرزندش به نامهای فاران صنایعی و شایان صنایعی، شهروندان بهایی ساکن بجنود، علارغم گذشت 4 روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برند. ماموران امنیتی در زمان بازداشت این افراد محل کسب آنها که فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی بود را نیز پلمب کردند. حال غلامی شهروند بهایی برای گذراندن محکومیت خود به زندان رفت. 25 تیر 1401 حال غلامی شهروند بهایی ساکن تهران برای گذراندن محکومیت 2 سال حبس تعزیری راهی زندان اوین شد. این حکم بر اساس پرونده دستگیری 6 سال پیش این شهروند بهایی صادر شد. حال غلامی در تاریخ 8 بهمن 95 توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش دستگیر و پس از 39 روز بازداشت موقت به قرار وثیقه آزاد شد. اتهام این شهروند بهایی پیروی از آیین بهایی و مشارکت در تشکیل خیریه‌ای به نفع کودکان کار و بی‌سرپرست بود. 5 شهروند بهایی در شیراز بازداشت شدند. روز سه‌شنبه 28 تیر نیلوفر حسینی، بهیه معنوی پور، میثاق معنوی پور، الهان هاشمی و حنان هاشمی شهروندان بهایی ساکن شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. ماموران در هنگام بازداشت اقدام به تفتیش منزل آنها کردند و همزمان با بازداشت این شهروندان، خواهر میثاق معنوی پور نیز به مراجع قضایی احضار شد. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست. بازداشت سه شهروند بهایی در یزد، نعمت الله شادپور، نیما شادپور و شفیق اسلامی شهروندان بهایی ساکن یزد توسط نیروهای امنیتی بازداشت. یه لحظه بچه‌ی من ببخشید، دوباره خانم حبیبی حتما مایکتون رو باید ببندم چون صدا زیاد بود. ممنونم از شما، چون گزارش واقعا اخبار خیلی زیاده، همه هم بخوایم بگیم واقعا خیلی زمان بره، برای نیازی هم نیست واقعا که همه رو بخوایم دونه به دونه اخبار بگیم. دوستان، همراهان عزیز، همکاران گرامی میتونن برای در واقع مطالعه همه اخبارها و گزارشات نقضی که علیه پیروان ادیان در واقع داره اتفاق میفته توی ایران، میتونم به وبسایت کمیته مراجعه کنم و اونجا به طور کامل و مفصل در رابطه باشون توضیح داده شده و میتونن اطلاعات جامع و کاملی به دست بیارن. تشکر میکنم از خانم حبیبی، سپاس از شما بابت ارائه گزارش، بسیار عالی و خوب بود. از دوستان، همراهان گرامی، اگر در رابطه با گزارش نقض ارائه شده نقطه نظر، دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب ممنونم از شما. سراغ سخنران بعدی میریم. سخنران بعدی ما سرکار خانم لیلا ابوطالبی با بررسی هدف 8 از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم ابوطالبی، بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام و احترام خدمت تمامی حضار گرامی، سند مقدمه‌ای داره مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر اون هستن که تا سال 2030 به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و غیره پایان بدن و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت، برابری، رفاه، مدیریت پایدار، منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردم سالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی حرفه‌ای، ترویج تفاهم، اشتغال زایی و نظایر اینها حرکت بکنه.
سپس بر لزوم تلاش همه دولت‌ها برای رسیدن به اهداف توسعه 2030 تاکید شد. 17 تا هدف اصلی سند 23 بیان شدن که من اینجا میخوام در مورد اصل 8 از سند 23 برای شما صحبت بکنم. هدف 8، ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه. افزایش رشد اقتصادی کشورها به حداقل 7%، افزایش سطح بهره‌وری، حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی، خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکاری و ریشه‌کنی کار، کار اجباری و برنامه‌داری مالی. دستیابی به اشتغال شرافتمندانه و سودآور برای همه و تحقق دستمزد مساوی برای همه، فعالیت‌های دارای ارزش یکسان. حکومت اسلامی چه چیزهایی بیان شده و در آخر در مورد مغایرت‌ها در این بحث صحبت می‌شه. طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوین را در مردم مسلمان ایجاد کرد و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلامی را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده بکند. شیوه حکومت در اسلام. حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان‌های سیاسی ملت همکیش و همفکر که به خود سازمان می‌ده تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خودش را به سوی هدف نهایی بکشاند. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند، به ویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشه تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار بکنه و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوا می‌یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری اجتماعی و انحصار اقتصادی و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت هستند و قانونگذار که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مدار قرآن و سنت جریان پیدا می‌کند. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد امری محتوم و ضروریه و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم بیاید و این جز در گرو مشارکت فعال و گستره تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتونه باشه. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی رو در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌کنه تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکاران و مسئول رشد و ارتقاء رهبری گرده که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. اقتصاد وسیله است، نه هدف. از رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اون، نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز، تکاثر، ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشه. ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارای بهتر در راه وصول به هدف نمیتونیم داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی و بدون جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی. خب، مطالبی که در اینجا برای شما خوندم فقط یه مقدمه بود که از قانون اساسی جمهوری اسلامی که نشون داد از اون داره که همه چیز بر اساس اسلامه و هیچ اهمیت ارزشی برای هیچ یک از ادیان قائل نیستن، چرا که در مقدمه اساسی هر کشور باید به طور آشکارا تمام ادیان گنجانده بشه و مورد قبول دولت مردان و کشور قرار داده بشه. حال در اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف برای نیل اهداف مذکور
در اصل دوم همه امکانات رو برای امور زیر به کار ببرم. بند 8 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ خیش. با توجه به اصل سوم دولت مردان باید اشتغال برای همه اقشار جامعه رو فراهم بکنن، اما هر روز شاهد پلم کردن مشاغل کاری بهائیان هستیم. اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره، اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکمه و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان. با توجه به اینکه قوانین مدنی، سیاسی و اقتصادی بر اساس موازین اسلامی تعریف و اجرا میشه، پس در نتیجه چنان از ادیان ساکن در ایران نمیتونن از این قوانین در زمان شرایط خاص استفاده کنن، چرا که بر اساس همین نوشته قانون کلیه اجرایات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط و فقط موازین اسلام رو میشناسه و بس. و اینکه بهائیان در ایران هم اجازه تحصیل ندارن و با توجه به اخبار جدیدی که در دسترس هست، افشان اسحاقیان ساکن اصفهان برای پنجمین سال متوالی، شکیبا عطریان و هدیه رضایی ساکن شیراز در نتایج کنکور سراسری امسال با ایراد نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شدند. با احتساب این شهروندان، شمار شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری 1401 که با عناوین مختلفی از جمله نقض پرونده به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدن، تا کنون به 49 تن رسیدن. اصل 22، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در اصل 22 و 23 اصولیه که اگه در جمهوری اسلامی ایران در واقع اجرا می شد یکی از بهترین قوانین بود، اما به واضح میتونیم ببینیم که چقدر از مکانهای تجاری بهائیان توسط دولت مردان جمهوری اسلامی قلم میشه و چقدر از مساکن این افراد مصادره میشه. و بماند از ادیان دیگر مانند یهودیان هم اجازه ندارن به راحتی مراسم دینی خودشون رو اجرا کنن. در اصل 23، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل 26، احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی، موازین اسلام و اساس جمهوری اسلام را نقض نکنند. هیچ کس هم نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. در ایران افراد نوکش مسیحی کلیسای خانگی دارند و با همدیگر در ارتباط هستند و با همدیگر تبادل اطلاعات درباره دین خودشون دارند. اما اگه دولت مردان جمهوری اسلامی از این مطالب آگاه بشن و این گروه ها را رصد بکنن، انگ کافری و مرتدی به آنها زده میشه و هر شغل و مشاغلی هم که داشته باشن از آنها سلب میشه. در اصل 27، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینه. دولت موظف با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد بکنه. در اصل 29، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حق همگانی. دولت موظف طبق قوانین از محل‌های درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک افراد کشور تأمین بکنیم. اما خب در زمانی که بخوایم در جای مشغول به کار بشیم، اولین گزینشی که از شخص میشه تفتیش عقایدمونه. به این صورت که اگه شخصی دینی غیر از اسلام رو داشته باشه، نمیتونه شغلی که بدان تمایل داره رو انتخاب بکنه و این مغایر است با همان قانونی که دولت مردان جمهوری اسلامی در کتاب قانون خودشون نوشتن. و به تبع وقتی شخصی در محلی مشغول به کار و فعالیت نباشد، پس بیمه هم ندارد که بتواند در زمان پیری از آن بیمه استفاده بکنه و حقوق بازنشستگی و امکانات و رفاه و آسایش دوران کهولیت رو داشته باشه. در فصل 4 اقتصاد و امور مالی، اصل 46، هر کس
مالک حاصل کسب و کار مشروع خیش است و هیچ کسی نمیتونیم به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خودش امکان کسب و کار را از دیگری سلب کنیم. اصل 47 مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. در این باره چند خبر هست. منازل و محل‌های کار 3 شهروند بهایی دیگر به نام‌های نیما حقار و نازیلا حقار در تهران و همچنین منزل صابین یزدانی در کرج توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران در جریان تفتیش منزل خانم یزدانی تمامی وسایل دیجیتال وی و اعضای خانواده‌اش را ضبط و با خود بردند. منازل و محل کار کامیار حبیبی، سامان استوار و مظفر نبیلی شهروندان بهایی ساکن کرج به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد. ماموران برخی از لوازم شخصی اونها رو از جمله موبایل، لوازم الکترونیکی و آثار مربوط به بهاییان رو ضبط کردن و با خودشون بردن. منزل گرویز نورانی و مهزاد زهرایی زوج بهایی ساکن قزوین روز سه‌شنبه 18 مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران شماره از وسایل شهروندان هم از جمله لوازم دیجیتال، کتب و آثار مرتبط به آیین بهایی، انگشتر طلا با نقوش مذهبی و همچنین برخی از تصاویر شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردن. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. این محرومیت سیستماتیک در حالی که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق داره از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. و در آخر با توجه به این اخبار می‌بینیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی که خیلی از موارد اون به نفع مردم ما نوشته شده اما در واقعیت چنین نیست و باید نام قانون اساسی را به عنوان قانون اسلام جمهوری اسلامی نام برد. این اسلام است که بر ما حاکمیت می‌کند. ممنونم از وقتی گذاشتین و به سخنرانی بنده گوش دادین. ما تو آزاد بکنم. ممنونم خانم ابو طالبی. همونطورم که فرمودید متاسفانه قوانینی که وضع شده توی قانون اساسی کشورمون یه جورایی فرمالیته است و هر کدومو که به نفعشون باشه اجرا میکنن و اونی که واقعا به نفعشون نباشه راحت ازش میگذرن و واقعا هم یعنی همیشه یه ماده تبصره یه راه فراری برای خودشون گذاشتن. اینجوری نیست که شما بتونید برید بگید که شما اینجا توی قانون اساسیتون نوشتین که تفتیش عقاید ممنوع. ماده اصل 23 قانون اساسی دیگه، تفتیش عقاید ممنوع. شما حالا بگید چرا مثلا شما برای فرم استخدام جایی که میخوای بری کار بکنی، چرا برای فرم استخدام اولین گزینه دینتونه، مذهبتونه؟ خب این تفتیش عقاید نیست. ولی خب دارن، ماده تبصره دارن که همین هم دور بذارن دیگه. سپاس از شما، از دوستان همکاران گرامی در رابطه با سخنرانی ارائه شده. اگر نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا بشیم. خب ممنونم از شما و همینطور از خانم ابوطالبی. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنرانی بعدی ما جناب آقای محمد مهدی خسروپناه با موضوع ادیان و مذاهب در ایران. جناب آقای خسروپناه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام خدمت همکاران و سروران گرامی. آزادی مذهب را میتوان یکی از اصول پذیرفته شده حقوق بشر در مفهوم جهان شمول آن دانست. جناب آقای خسروپناه یه ذره صداتون ضعیفه، فقط صداتون یه ذره کمه. الو الان صدام خوبه؟ نه متاسفانه دوستان، برای شما صدا ضعیفه یا فقط برای من اینطوره؟ بله آقای ناصر صدا ضعیف. متشکرم آقای سنگری. یه ذره صداتون ضعیفه آقای خسروپناه، امکان داره مشکل از هندزفریتون باشه. الان صدا بهتره؟ نه متاسفانه هنوز یه ذره کمه صداتون. حالا صدا بهتره؟ بله الان خوب شد. بله صدا خوب شد. بله اجازه بدید ببخشید. من دوباره از اول شروع کنم.
آزادی مذهب را میتوان یکی از اصول پذیرفته شده حقوق بشر در مفهوم جهان شمول آن دانست. بدون آزادی مذهب، تمرین و اجرای اعتقادات مذهبی در سطح جامعه شهروندان از بخش بزرگی از حقوق خود محروم میشود. و این مسئله موجب بروز نارضایتی‌های عمومی و شکاف‌های اجتماعی در هر کشوری میشود. اما این به معنی اجرای بیکم و کاست فرامین مذهبی در سطح جامعه نیست، چرا که هر جامعه‌ای برای آزادی مذاهب محدودیت‌های قائل است. برای مثال نمیتوان اجازه داد فرامین مذهبی که به بدن انسان آسیب میرساند در سطح جامعه اجرا شود، یا فرامین مذهبی که ترویج خشونت یا ترور میکنند در سطح جامعه آزادانه تبلیغ شود. اما قاعده کلی پذیرفته شده طبق موازین حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی آن این است که شهروندان جامعه حق دارند مذهب و اعتقادات مذهبی خود را داشته باشند و همینطور حق دارند که آنها را اجرا یا تبلیغ کنند و این اصل باید مورد احترام قانونگذاران کشورها قرار گیرد. اما باید در موضع حقوق بشر بین الملل در این رابطه دقیق‌تر شد و همینطور بررسی کرد که موضع ایران در این زمینه چیست و چه تدابیری برای بهبود اوضاع باید در نظر گرفته شود. حقوق بین الملل از مجموعی از معاهدات دو یا چند جانبه‌ای تشکیل شده است که استخوان‌بندی آن را تشکیل می‌دهد. دو سند جهانی اعلامیه حقوق بشر و میثاق مدنی سیاسی از جمله منابع مهمی هستند که اکثر کشورهای جهان از جمله ایران آن را امضا کردند و این دو سند بین‌المللی مبانی و اصول حقوق بشر در مفهوم جهانی آن را تشکیل می‌دهند. البته ما اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم داریم که چندین کشور مسلمان آن را امضا کردند، اما دقیقاً چون این گونه اعلامیه‌ها مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اساساً در تقابل با آن سند جهانی نوشته شده و اصول مورد تاکید این دو کاملاً با هم متفاوتند، لذا بر روی مفهوم حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی آن تاکید می‌شود و این مورد ملاک حقوق بشر در مفهوم جهان شمول آن قرار می‌گیرد. در این رابطه ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می‌کند هر کس حق دارد که آزادی فکر، وجدان، مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می باشد. هر کس می تواند از این حقوق تنها یا همگانی با دیگران به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. همینطور ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی به همان روش آزادی مذهب را یکی از اصول اساسی آزادی و حقوق بشر معرفی می کند و اشاره می دارد. هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا در عبادت و اجرای آداب و اعمال تعلیمات مذهبی می باشد. هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا اعتقادات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. اما نکته مهم این که آزادی مذهبی در تنها در متن کنوانسیون‌های بین‌المللی نمانده، بلکه سازمان‌های بین‌المللی غیر از بین‌المللی غیردولتی مستقل نیز اجرای ماده 18 این دو سند را در دستور کار خود قرار داده است و در صورتی که کشورهای متحد به آن پایبند نمانند مورد خطاب و سرزنش این سازمان‌ها قرار می‌گیرند. یکی از این نهادها کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است که با دو مکانیزم بررسی گزارش دوره‌ای حقوق بشر و نیز نسل گزارش ویژه برای رصد وضعیت حقوق بشر در کشورهایی که وضعیت حقوق بشر مناسب ندارند در اجرایی شدن اصول حقوق بشر ممارست می‌ورزد. چندین کشور جمهوری اسلامی را بابت نقض آزادی‌های مذهبی به ویژه حقوق بهائیان بازخواست کردند. همینطور مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه تبعیض‌های مذهبی در ایران را به شدت محکوم کرده است. بنابراین موضع حقوق بین‌الملل هم در واقع تئوری و هم عمل واضح است و آن هم حمایت کامل حقوق بین‌المللی از آزادی مذهب در کشورهاست. متأسفانه علارغم حمایت کامل نظام حقوقی بین‌المللی، نظم حقوقی کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب در ایران حمایت نمی‌کند، بلکه به شدت با آنها مبارزه می‌کند. برای نمونه اصل اول قانون اساسی کنونی ایران را که اشاره می‌دارد، حکومت
ایران جمهوری اسلامی است. می توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی را در ایران دانست. پرواضح است که وقتی حکومت دین رسمی را اسلام می داند، تمام امکانات خود را در راستای ترویج آن بسیج می کند. بزرگترین تبعیض قانونی و سیستماتیک در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است. همینطور اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین تبعیض گسترده ای است. بر اساس اصل پنجم ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری می شود که این شخص ولی فقیه نام دارد. ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکانهای مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشند. بنابراین اساساً پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع می شوند که در امور کشور هم عملاً از چرخه قدرت خارج می شوند. اما اصلی ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی نشاط گرفته است اصل 12 قانون اساسی است، آنجا که اعلام می دارد دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل علالآباد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اهم است حنفی، شافعی، مالکی، حنبی، زیدی دارای احترام کامل می باشند. هرچند که در اصل 13 و 14 قانونگذار در قبال ادیان مسیحیت، یهود، زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جز ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می داند، اما این انعطاف در عمل اجرا نمی شود و پیروان این ادیان رسماً عملاً از محدودیت‌های پرشماری رنج می برند. علاوه بر آن پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون جمهوری اسلامی رسمیت ندارند مثل بهائیان عملاً نه تنها محدود که در حکم شهروندی عادی ایران هم تلقی نمی شود و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار فراتر از حد تصور است. می توان این حقیقت را تصدیق کرد بنابر تبعیض رسمی و قانونی و حمایت حکومت از مذهب شیعه اثناعشری 12 امامی عملا سایر ادیان و مذاهب جز تشیع که دین رسمی حکومتی است در معرض تبعیض قرار گرفتن و حقوق پیروان این مذاهب هم در طول 40 حکومت جمهوری اسلامی در معرض تضییع قرار داشته است. از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب شکنجه گسترده بهائیان ایرانی به نمونه های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب می توان اشاره کرد. هرچند که پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند، اما تبعیض های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است. بعد از انقلاب 57 یعنی در حدود قریب 40 سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده. هرانچه که امروز هست مربوط به پیش از 40 قبل است، یعنی 40 حکومت جمهوری اسلامی نه تنها کلیسا بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان داده نشده است. مسیحیت در ایران باستان پس از مرگ مسیح وجود داشته، اما بسیاری از مسیحیان پس از سرنگونی حکومت پهلوی و به روی کار آمدن انقلاب اسلامی از ایران گریختند. از آغاز انقلاب سال 57 تا کنون دیگر اندیشان دینی با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بودند. نه تنها ایرانیان بهایی و یهودی و مسیحی و زرتشتی که اهل تسنن و دیگر فرقه های اسلامی مثل اهل حق، درابیشان، گنابادی و حتی شیعیانی که با نام های ملی مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می شوند از آزار و سرکوب ها در امان نبودند. جمهوری اسلامی می گوید که تمام اقوام های ارمنی، آشوری، ایران می توانند مسیحی باشند و فارس ها به صورت فطری مسلمان به حساب می آیند. که این رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب می شوند مرتد فطری هستند. همین امر سبب شده که تقریبا همه فعالیت های مسیحیان از بشارت تا تعلیم کتاب انجیل و انتشار آن و کتاب های مسیحی به فارسی زبانان غیرقانونی اعلام شود. با شروع انقلاب در کنار هجوم و حمله به بهائیان قتل کشیشان نیز آغاز شد. قتل های پنهانی و فجیع برای انتقام جویی و عبرت آموزی و ایجاد رعب و وحشت. در واقع اسامی بازداشت شدگان مسیحی نیز در هیچ زندانی به ثبت نرسیده است. وجود زندانیان عقیدتی همواره انکار می شود. مقامات جمهوری اسلامی اعلام می دارند که در زندانهای ایران هیچ کس به دلیل داشتن عقیده و مذهب خاص در زندان نیست و تمام زندانیان به دلیل ارتکاب جرم طبق قانون مجازات اسلامی زندان شدند.
که کاملا خلاف واقع بوده و تعریفی از وارانه از واقعیت. در چند سال اخیر اتهامات وارده به مسیحان بازداشت شده جرم مبهم اقدام علیه نظام و امنیت ملی عنوان شده. در بیشتر موارد برای صدور حکم ماده 500 قانون مجازات اسلامی استفاده شده است که به موجب آن هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام و به هر نفع فعالیت تبلیغی نماید به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. به این ترتیب کلیساهایی که فعالیت‌های آنها را به هر ترتیب بتوان تبلیغ دانست جرم تلقی می‌شود. این در حالی است که بشارت همیشه بخش جدایی‌ناپذیر از ایمان و وظایف دینی مسیحیان از همه فرقه‌های شناخته شده است و فشارها بر مسیحیان و بهائیان و دراویش و دیگر باوران زمانی به اوج رسید که خامنه‌ای در روز 27 مهر سال 89 در اولین سفر 9 روزه‌اش به قم ضمن اعلام آن که فتنه سال 88 کشور را در برابر میکروب‌های سیاسی و اجتماعی واکسینه کرد، گفت دشمنان اسلام قصد دارند که دین را در جامعه ایران تضعیف کنند و برای این کار به اشاعه بی‌بندوباری و ترویج عرفان‌های کاذب و ترویج بهائیت و گسترش کلیساهای خانگی می‌پردازند. در پی آن مقام‌های سیاسی مذهبی دیگر رسانه‌های حکومتی با سخنان و نوشته‌های خود به این موج دامن زدند تا مقام‌های امنیتی و قضایی بتوانند سازمان یافته تر به دیگر باوران و ادیان مذهبی هجوم آورند. بعد از نصفه خامنه‌ای بسیار از کلیساها تعطیل و بناهای تاریخی آنها تعریف شد. از برگزاری مراسم کلیساها جلوگیری به عمل آمده است، مثل کلیسای پرتستان امانوئل، کلیسای انجیلی پتروس مقدس و دیگر کلیساها در سراسر کشور. همچنین در حالی که مسلمانان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام قائلند و بی‌حرمتی به آن را بر نمی‌تابند، نیروهای امنیتی سپاه پاسداران صدها جلد کتاب مقدس مسیحیان را سوزاندند و خبر آن را با عکس و تفصیلات در رسانه‌ها منعکس شد. برخورد با نوکشان مسیحی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که ماده طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخص حق دارد آزادی دین و تغییر دین را و اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن را به طور فردی و جمعی و به صورت علنی یا خفا برخوردار باشد. طبق آمار سازمان‌ها یه درهای باز که هر ساله فهرستی با نام دیدبان جهانی از 50 کشور کشور منتشر می‌کند، ایران طی همه این سال‌ها در میان 10 کشور نخست این فهرست قرار دارد. بهائیان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی خود ساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند. کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آیین بهائی در ایران به چاپ رسید است. تنها یک وبسایت شماره آنها 350 کتاب ذکر شده. اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفاً به اینجا محدود نمانده، بلکه به صورت عملی بهائیان ایران از بسیار از حقوق شهروندی خود محروم شدند. در همین رابطه اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه‌های کشور یا عدم ثبت نام آنها در دانشگاه از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب می‌شود. ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروندان با توجه به اینکه حق بر کار جز و حقوق اولیه انسان هاست تکان دهنده است. برای مثال تنها یک مورد 28 شهروند بهایی به مدت 8 سال به دلیل پلمب مغازه های خود توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حق فعالیت اقتصادی و کار محروم بودند. به تازگی تخریب منازل آنها در روستای روشنکوه ساری از این مثال ها به کراهت می توان یافت. در آخرین نمونه این تبعیض ها شهروندان بهایی از اخذ کارت ملی محروم شدند. بدین شکل که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملا شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی را مجبور کرده است تا از میان 4 دین رسمی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشتی یکی را انتخاب کنند. بنابر گزارش ها احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت ایران باز می‌گردد به دوران قبل از انقلاب 57، یعنی حکومت پهلوی. این در حالی است که مساجد اهل تسنن بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفته یا حتی تخریب شده است. همینطور اجازه ترمیم و مرمت هم به اهل تسنن داده نشده. بسیاری از مساجد و بناهای مذهبی آنها در حال تخریب و فروپاشی است. همچنین باید به توهین‌هایی که از تریبون‌های رسمی حکومت به پیروان اهل تسنن می‌شود نیز اشاره کرد که بارها از جانب مداحانی که ارتباطات نزدیک با دستگاه‌های حکومتی دارند
صادر شده است. همچنین از شبکه‌های مختلف تلویزیون به پیروان سنی دین اسلام اهانت شده که حاکی از نبودن اراده قوی برای حمایت از سایر ادیان جز تشیع دارد. دراویش از دیگر گروه‌هایی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل آنها را از بخشی از حقوق خود محروم می‌کند. تخریب حسینیه دراویش گناه‌آبادی سابقه چندین ساله دارد. در موارد بسیار تکرار شده است. تخریب حسینیه دراویش گناه‌آبادی در اصفهان، بروجرد، قم از جمله مصادیق پرشمار تضییع حقوق آنها به شمار می‌رود. اما مسئله به اینجا محدود نمی‌شود. در چند سال اخیر فشارهای جمهوری اسلامی بر دراویش گناه‌آبادی به اوج خود رسید، تا جایی که بعد از سرکوب خیابانی آنها خطبه دراویش توسط مقام امنیتی جمهوری اسلامی در حصر ماند و سرانجام در حصر فوت کرد. لایسیته یا جدایی دین از سیاست مفهومی است که اولین بار در سال 1905 در فرانسه تبدیل به قانون شد. به این مفهوم که دولت نه طرفدار هیچ دینی است و نه با دین خاصی ضدیت دارد. این دقیقاً نقطه مقابل جمهوری اسلامی است که طرفدار شیعه اثناعشری است و با دیگر ادیان ضدیت دارد. آنچه سکولاریسم مورد آن است، خونسا بودن حکومت در قبال مسئله مذهب است. نه دولت دین خاصی را تبلیغ می کند و نه با طرفداران دین خاصی دشمنی می ورزد و در عوض سعی می کند با حمایت از آزادی مذهب به حقوق اولیه شهروندان خود احترام گذارد. اما آیا تشکیل چنین حکومتی با اتخاذ چنین روی کردی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی امکان پذیر است؟ بر اساس قرائن و شواهد و گزارش‌های موجود در ایران امروز جزء آیین تشیع پیروان سایر ادیان عملاً در سختی به سر می‌برند، از بسیاری از حقوق مذهبی و آزادی‌های شخصی خود منع شده‌اند. اما سوال اینجاست که آیا به لحاظ حقوقی در چارچوب هویت قانون اساسی شرایط می‌تواند به سمت بهبود و برابری حقوق پیروان ادیان و آزادی آنها پیش رود؟ متأسفانه راه حل حقوقی برای این کار آن هم در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی پیشبینی نشده است، چرا که بر اساس اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری است و این اصل علی‌الآباد ثابت و غیر قابل تغییر است. بنابراین قانون اساسی عملا راه هر گونه رفراندوم و اصلاح قانون اساسی را در این مورد بسته است و چارچوب این قانون تغییر این اصل امکان پذیر نخواهد بود. از این مهمتر ذکر این نکته است که تمامیت قانون جمهوری اسلامی به عنوان یک منسجم جوهره مذهبی دارد. برای مثال عنوان رژیم سیاسی فعلی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است که به وضوح حکایت از دینی بودن حکومت دارد، یا نهاد ولایت فقیه، همچنین شورای نگهبان و نیز مجلس شورای اسلامی. تمام این نهادهای سیاسی اساساً نهادهای مذهبی و وام گرفته از مذهب تشیع هستند که بر مبنای ولایت و ریاست روحانیون شیعه بر کل جامعه شکل گرفته. لذا برای رسیدن به یک جامعه سالم با حقوق مذهبی برابر برای تمام شهروندان و همچنین آزادی مذهب، نه تغییر بنیادین یا جزئی، بلکه نیازمند نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای ارزش‌های جهانی حقوق بشر هستیم. با تشکر از اینکه به سخنرانی من گوش دادید. من مایک رو رها می‌کنم. ممنونم آقای خسروپناه. در رابطه با ادیان و مذاهب و نقضی که واقعا داره اتفاق میفته توی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی که اصلا سر تا سر تناقض، واقعا قانون اساسی که خودشون نوشتن رو بهش عمل نمی کنن. حالا بحث شما فرمودید زندانهای طولانی مدت در واقع میدن به نوکیشان مسیح به خاطر بحث بشارت و از همون ماده 500 استفاده میکنن. خواستم بگم که الان فقط بحث نوکیشان مسیحی نیست، حالا اونا بشارت دارن، بقیه ادیان یا حالا ادیانی که من میشناسم خب ندارن همچی چیزی، یعنی چیزی به عنوان بشارت درشون وجود نداره و این کار انجام نمیدن. ولی خب متاسفانه داریم میبینیم که علیه اونا هم داره همچین اتفاقی میفته، یعنی علیه هم ادیان رسمی که خودشون به رسمیت شناختن و بشارت هم نمیکنن. ولی خب میبینیم که الان بهایی‌ها رو میبینیم که تو ماه گذشته واقعا بیشترین اخبار نقضی که ما داشتیم علیه بهاییان ایران بود، یعنی واقعا فاجعه بار بود این زمینه. بحث دراویش گناه‌آبادی هم همینطور، بحث حالا تعداد یهودیان خب توی ایران خیلی کم شده حداقل توی سالهای اخیر و خیلی اخبار خیلی کمی در رابطه با اونا میشنویم،
ولی عمدش در واقع همین بهائیان هستن، نوکیشان مسیحی هستن، دراویش هستن و از همه مهمتر یعنی تعداد بیشتر در واقع اهل تسنن هستن که در رابطه با اونا هم میبینیم که نقضای خیلی زیادی واقعا داره اتفاق میفته. من میخواستم همینو بگم، مختص فقط نوکشان مسیحی نیست و همه ادیان واقعا داره این اتفاق برایش میفته و حقوقشون نقض میشه. از دوستان همکاران گرامی اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله، عرض ادب و احترام مجدد، ممنون از سخنرانی بسیار عالیتون. نوبه خودم واقعا جای تأسف داره این که ایرانی باشیم و همونجور که قبلا هم در این مورد بحث کردیم به عنوان اقلیت متاسفانه در قانون اساسیمون در مورد پیروان ادیان داره صحبت میکنه و تا زمانی که دیدگاه و نظر به قولی اون کسانی که دستن در کار قوانین هستن و قوانین رو وضع میکنن نگاهشون به این باشه که اقلیت هستش، متاسفانه این نقض حقوق بشری در مورد پیروان ادیان مختلف در ایران ما به وضوح میبینیم و میشنویم. کمان که این چند روزه همونجور که فرمودید در ماه گذشته در مورد پیروان بهاییان عزیز چه اتفاقات ناگواری افتاده، چه صحنه های دلخراشی ما در شبکه های اینستاگرام، شبکه های مجازی دیدیم که خونه هاشون ویران شده و چه مشکلات عدیده‌ای متاسفانه برای عزیزان به وجود اومده. خب اونها هم انسان هستن و در یک کشوری دارن زندگی میکنن، شاید نسلی در اون کشور رشد کرده، به دنیا آمده و زندگی کرده، چرا باید یک باره و به چه دلیلی اصلا نسبت به این عزیزان، نسبت به این عقیده اصلا بخوان به این گونه برخورد کنن؟ این جوونی که 18 سال زحمت کشیده، درس خونده، این همه زحمت کشیده برای کنکور خودش رو آماده کرده، بعد به چه دلیلی؟ خب اگر نقص مدرکه باید قبل از کنکور اعلام بشه تو هم مدرکت نقص داره، نه اینکه بذاری کنکور تموم شه قبول بشه، قبولی طرف بیاد بعد بگه خب قبولی تو نیومده به دلیل اینکه تو قبولی ولی اجازه نداری شرکت کنی و بیای و بعد اینکه مشکل داره پروندت و تو عملا محروم میشی. خب این سرخوردگی چه نتیجه ایده، چه عواقبی به وجود میاد؟ عواقبش متاسفانه خشم در جامعه بیشتر میکنه، تناقض و تفاوت فرهنگ رو بیشتر میکنه در جامعه ایرانی و باعث میشه کینه به وجود بیاد همون گونه که به وجود اومده. شما الان یه مقدار دقیق ریزتر نگاه کنیم، ترک قسمت بالا آذربایجان ادعا میکنه که باید جدا بشه، کردستان، اقلیم کردستان علارغم میل باطنیشون دوست دارن جدا بشن به خاطر فشارهایی که درشون هست. از این طرف ما اعرابو داریم که خودشون عملا دوست ندارن به دلیلی که سنی هستن بیشترشون و مشکلاتی که حالا تو بحث سیستان و بلوچستان و قسمت خوزستان جنوب ایران ما داریم همه به نوعی از حاکمیت متمرکز جمهوری اسلامی شیعه داره رنج میبره و صلاح خودش رو در این میبینه که جداشه، صلاح خودش رو در این میبینه که بخواد دم از جدایی و تفکیک بزنه و این گونه که پیش بره متاسفانه ایران ما چند تیکه و چند پارچه میشه و آینده خوبی براش در نظر نیست، در انتظار نخواهیم داشت. به امید روزی که این اتفاقات نیفته و همه یک دل و یک پارچه برای ایرانمون بیستیم و هیچ گونه نقضی رو در ایران شاهد نباشیم. ممنون از وقتی که به من دادید. ممنون از شما آقای لطفی، همونطور که فرمودی یک دل و یک پارچه، چیزی که واقعا جمهوری اسلامی ایران در تناقض اصلا باشیم مسئله و اصلا دنبال این تفرقه افکنیه، دنبال این جداییه، دنبال عدم اتحاده، یعنی اینا رو میخواد و کاری که حداقل توی این 40 سال گذشته انجام داده همین بوده، یعنی تا تونسته تفرقه بین اقوام، بین ادیان انداخته که هیچ اتحادی به وجود نیاد، این یک پارچگی به وجود نیاد تا هر وقت بتونه از این فرصت سوء استفاده بکنه به نفع خودش. کماکان داریم میبینیم دیگه الان توی اعتراضاتی که داره الان میشه توی ایران، همین تفرقه‌ای که انداخته باعث عدم اتحاد شده، یعنی میبینیم که
توی همون مثلا میگم حالا آذربایجانی که شما فرمودید یه اعتراضی صورت میگیره، جای دیگه میبینیم هیچ صدایی اصلا بلند نمیشه، نمیان اصلا حمایت کنن از اون اعتراض. بعد میبینیم خوزستانی اتفاق میفته، آذربایجانی ها چیزی نمیگن، اصفهان اون وضعیت پیش میاد، اونجوری میزنن میکشن میبرن، بازم میبینیم کسی حمایت نمیکنه. و این تیکه تیکه این اعتراض ها اتفاق افتادن همون چیزی که واقعا جمهوری اسلامی ایران میخواد و تلاششو کرده، تا حدودی هم موفق بوده و به نظر من یکی از وظایف ما در واقع به عنوان فعالین حقوق بشر حالا توی کمیته ادیان همینه، شناسوندن ادیان مختلف به هم دیگه، این ایجاد این اتحاد بین ادیان، بین اقوام، و حداقل بتونیم در حد خودمون یک قدم کوچیک برداریم تا بتونیم این اتحاد رو به وجود بیاریم. هر کس به نوبه خودش، به اندازه خودش اون قدم رو برداره، مطمئن باشید خیلی زود این اتحاد، اون یک پارچگی به وجود میاد. سپاس از شما و جناب آقای خسروپناه بابت سخنرانی بسیار خوبشون. از سخنران بعدیمو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما سرکار خانم مریم افتخار با موضوع اهل تسنن و حقوق شهروندی. سرکار خانم افتخار بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام و عرض ادب مجدد و خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید. کشور جمهوری اسلامی ایران همینطور که از اسمش پیداست کشور مذهبیه که اصول و قوانین اون بر پایه اسلام بنا شده. این بدین معناست که در کشوری که همه قوانین و اصول اون بر پایه یک دینی گذاشته شده که حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده در اون معنا و مفهوم و جایگاهی نداره، هیچ وقت نمیشه انتظار منطق و انسانیت و احترام به دیگر ادیان و حتی احترام به حقوق ذاتی و انسانی شهروندان اون کشور رو داشت. طبق اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی کشور اسلام و مکتب شیعه اثناعشری مذهب رسمی کشور هست و این اصل علل ابد غیر قابل تغییر باقی خواهد ماند. در کشور ما ایران به ظاهر تنها 4 دین رسمی در کشور و پیروان اونها یعنی مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان توسط مقامات دولتی کشور به رسمیت شناخته میشن. به ظاهر رسمی، بله درسته، تعجب نکنیم. در ادامه صحبت ها میگم و این ادعای خودم رو بهتون ثابت میکنم که چرا میگم، همینطور که خود دوستان دیگه‌مون هم توی سخنرانی هاشون این رو اعلام کردن و نمونه های زیادی رو آوردن مبنی بر اینکه حتی به ادیان رسمی کشور هم اینها احترام نمیگذارن، من هم نمونه هایی رو توی این سخنرانی برای شما آماده کردم. شایان ذکر و قابل توجه است که همین اصل 12 اظهار می‌داره که پیروان 4 مکتب اصلی اهل سنت در انجام امور مذهبی خودشون آزاد هستند و در مناطقی که اکثریت با اونها هست، مقررات محلی بر طبق اعتقادات مذهبی اهل سنت خواهد بود. دولت جمهوری اسلامی ایران تنها برای سیاه‌نمایی و بستن دهن اعتراض جوامع بین‌المللی مواد و اصولی مبنی بر احترام به حقوق شهروندی مردمش رو در قانون اساسی خودش ذکر کرده، اما در عمل به هیچ کدوم از اونها پایبند نیست. واضحاً همینطور که همه میدونیم در ایران از نظر جمعیت دومین گروه مذهبی پس از تشیع اهل سنت هستند و از اونجا که مذاهب شیعه و سنی هر دو از مذاهب دین اسلام هستند، انتظار میره که مقامات دولتی ایران حداقل علارغم فشارها و سرکوبهای ظالمانه پیروان دیگر ادیان در ایران، حداقل به پیروان ادیان رسمی کشور احترام بگذارن و حقوق ذاتی، شهروندی و انسانی اونها رو رعایت بکنن. اهل سنت از سالهای اولیه بعد از انقلاب در معرض سیاستها و تدابیر تبعیض آمیز و سرکوبگرانه این دولت قرار گرفت و قانون اساسی ایران با الزامی نمودن اینکه رئیس جمهور باید مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور یعنی همون شیعه باشه، اهل تسنن رو از رسیدن به مقام ریاست جمهوری و همچنین رهبری و عضویت شورای نگهبان منع کرد. و در نتیجه جای تعجب نیست که اهل سنت ایران چه قانوناً و چه عملاً از بسیاری از بخش‌های کلیدی سیاست ایران منع شده باشند. اهل سنت به عنوان وزیر یا فرماندار حتی در استان‌هایی که جمعیت سنی قابل توجهی هم دارن منصوب نمی‌شن.
و اونها علاوه بر طرد شدن از نظر سیاسی با قانون شکنی های قابل ملاحظه و گسترده‌ای در ارتباط با امکان برگزاری آزادانه مناسک مذهبی خودشون مواجه هستند. دولت با ترویج مذهب شیعه سعی جدی در محدود کردن آموزه‌ها و کتاب‌های اهل تسنن داره. دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها شهروندان سنی مذهب را از ساختن مساجد جدید در شهرهای بزرگ از جمله تهران منع می‌کنه، بلکه چندین مسجد و حوزه علمیه اهل سنت را هم در سراسر کشور تخریب و مصادره کرد. طبق گزارش رادیو فردا، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان با همکاری وزارت اطلاعات در راستای تحت فشار قرار دادن اهل سنت، ساخت نیمه کاره مسجد جامع اهل سنت در شهر ایرانشهر رو با وجود اخذ همه مجوزهای لازم از سوی دادستانی، شورای تأمین و شهرداری در حال ساخت اون مسجد رو در حال ساخت متوقف کرد. پیش از این هم شهردار ایرانشهر مدعی شده بود که علت تخریب این مکان عدم استعلام و دریافت تاییدیه از اداره حج و اوقاف بوده که با توجه به مدارکی که ارائه دادن متوجه شدیم که این دروغ هست و همه اینا رو آماده کرده بودن. روز 25 دی ماه 99 سال 1199 شهردار ایرانشهر نور احمد درخوش در تماس با مولانا طیب ملازهی امام جمعه اهل سنت ایران شهر خواستار پر کردن فونداسیون مسجد جامع و تخریب اون شده بود، ولی پس از خودداری کردن این روحانی اهل سنت از انجام این کار، مامورین شهرداری اومدن و خودشون سرخود اقدام به تخریب این مصلا کردن. البته این مسئله یه مورد استثنایی نبوده و طبق این گزارش پیش از این مسئله هم نماینده جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان با همکاری وزارت اطلاعات ساخت مساجدی از قبیل مولانا ابراهیم دامنی و منبع العلوم کوه بند رو متوقف کرده بودند و توقف ساخت مسجد جامع سومین اقدام این نهاد برای فشار بر اهل سنت در این منطقه محسوب می شد. برگی دیگر از دفتر تبعیض‌ها و آزار و اذیت دولت جمهوری اسلامی ایران رو با هم ورق بزنیم. همزمان با اختتامیه کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که در تاریخ پنجشنبه 18 مای 1400 18 دی ماه و مصادف با 8 ژانویه 2022 بود، مامورین انتظامی در فردای اون روز از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در تهران به امامت مولوی عبدالحمید جلوگیری کردند. نمازگزاران اهل سنت که از ساعتهای اول روز جمعه 19 دی ماه به سمت نمازخونه مربوطه رفته بودند، با محاصره خیابونهای منتهی به این نمازخونه پونک روبرو میشن و نیروهای امنیتی و انتظامی با مسدود کردن خیابونهای منتهی به نمازخانه مانع حضور مولوی عبدالحمید و سایر علمای اهل سنت و جمعیت نمازگزاران شدند. در یکی از تصاویری که از آقای عبدالحمید در سایت های ایرانی منتشر شد، در دست نوشته ای که از ایشون هست نشان داده میشه که ایشون یه جمله ای رو گفته بودن، یه جمله ای زیر این عکس نوشته شده بود که وحدت یعنی احترام گذاشتن به دیگران، تحمل سعه صدر، همدلی، همگرایی و همدردی با دیگران. و در حمایت از ایشون دکتر جلال جلالی زاده نماینده مردم سنندج در مجلس ششم در دفاع از اهل تسنن و در اعتراض به اقدام مأموران برای جلوگیری از حضور اهل سنت در نماز جمعه تهران در صفحه فیسبوک شخصی خودش مطلبی رو تحت عنوان وحدت بی وحشت می نویسه. خیلی کلمه جالبیه، وحدت بی وحشت، که بسیار زیباست و من مایلم اون جمله رو هم براتون بخونم. و ایشون فرموده بودن که کمترین نشانه وحدت پذیرش مقابل است، رعایت حقوق اوست، احترام به شخصیت اوست و خیلی از مسائل دیگر. اما به نظر من اگر طرفین به عناوین مختلف برای همدیگر وحشت و رعب ایجاد نکنن، باز هم مورد قبول است، آنگونه که امروز در نمازخانه پونک مشاهده شد. و باید گفت که نتیجه مهم کنفرانس وحدت امسال اون است که خیلی از نهفته ها در عمل آشکار شد. خیلی چیزهایی که جمهوری اسلامی ادعا میکرد توی این کنفرانس وحدت و ادعا میکنه توی مجامع بین المللی که اهل سنت رو چطور احترام میذاره، اما در واقعیت و در عمل اینها به قولی دروغشون فاش شد
و برای همه مشخص شد که واقعا اون در ظاهر امر هست و در واقعیت چیزی هست که اینها به عمل نشون دادن. کارنامه دروغ‌ها و ظلم و آزار دولت جمهوری اسلامی به اینجا ختم پیدا نمی‌کنه. این دولت همچنین با عدم سرمایه‌گذاری کافی در استان‌هایی داره جمعیت زیاد سنی سعی در آزار و اذیت هرچه تمام‌تر شهروندان اهل سنت داره. فقر شدید و بی‌عدالتی در مناطق سنی نشین کشور به حدی زیاد و گسترده هست که حتی تعدادی از مقامات خود دولت ایران به کوتاهی دولت در تأمین نیازهای شهروندان سنی اعتراف کردند. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در دولت حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، در انتقاد از کمکاری دولت در حمایت از خانواده‌هایی که ناناورشان به اتهام مواد مخدر اعدام شده بودند گفت: ما روستایی رو در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان اون روستا اعدام شدند و بازماندگان اونها امروز قاچاقچی‌های بالقوه‌ای هستند، هم از این نظر که بخوان انتقام پدران خودشون رو بگیرن و هم برای تأمین منابع مالی خانواده‌ها. اما هیچ حمایتی از سوی دولت از این افراد و تلاشی برای ساختن و کمک کردن برای یک زندگی با آرامش و سلامت از سمت دولت صورت نمی‌گیره و از اونجا که اکثریت شهروندان سنی مذهب در نزدیکی مرزهای ایران، جایی که فرصت‌های شغلی بسیار محدود هست، زندگی می‌کنند و مردم عموماً دسترسی کمی به منابع اقتصادی دارند، به همین دلیل قاچاق برای بسیاری از مردم این مناطق تنها راه امرار معاش شده و وقتی که به خاطر شرایط فقر شدید و کمبود فرصت‌های شغلی در مناطق سنی نشین یه عده‌ای از این شهروندان و عزیزان اهل سنت میان و تلاش میکنن که در جستجوی یک زندگی بهتری به سایر نقاط کشور مهاجرت بکنن، مثلا شهرهای مذهبی شیعیان از جمله قم و مشهد. باز اونجا هم روحانیون شیعه یک چنین مهاجرتی رو مشکوک و امنیتی تلقی میکنن و اون رو تلاشی از جانب اهل سنت برای تصرف مراکز مقدس شیعیان و گسترش وهابیت میدونن. در طول این 43 سال حکومت دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئولین اطلاعاتی حکومت ایران رهبران مذهبی عالی رتبه سنی رو هدف قرار دادن و فعالیت‌های اونها رو محدود و اونها رو بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار دادن. البته این محدودیت‌ها و بازداشت‌ها تنها منحصر به روحانیون و افراد عالی رتبه اهل سنت نبوده و بسیاری از مردان و زنان پیرو اهل سنت رو نیز به کرات بدون ارائه حکم قضایی و همراه با تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت کردند و به اقدام علیه امنیت ملی اونها رو متهم کردند و در محاکماتی به شدت ناعادلانه به اعدام یا حبس‌های طولانی مدت محکوم کردند و یا زیر بار شکنجه در زندان‌های ایران این افراد جان باختند. در ادامه من به نام چند نفری از این بازداشت‌ها اشاره می‌کنم. رسول حمزه‌پور، روحانی اهل سنت و امام جماعت روستای اندیزه از توابع بخش لاجان پیرانشهر که پیش از این نیز بارها توسط نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شده بود، این بار هم بدون ارائه حکم قضایی و همراه با تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. محمد میرزا رحمانی، روحانی دیگر اهل سنت در شهرستان کامیاران، حافظ صدیق، روحانی اهل سنت از اهالی اسلام آباد زابل، نعمت الله مشعوف، روحانی اهل سنت و از اهالی شهرستان آزادشهر، از جمله دیگر روحانیان اهل سنتی هستند که اکنون در زندان‌های ایران بازداشت هستند. روز دوم مرداد ماه 1401، روحانی اهل سنت بلوچ به نام آقای موسی رحیمی، معروف به ملا موسی، که امام جمعه روستای مهمانی از توابع شهرستان سیریک بود و حدود 2 ماه تحت بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد، به دلیل شدت شکنجه در زندان بندرعباس جان باخت. دلیل بازداشت این روحانی اهل سنت محرومیت از حق آزادی بیان و انتقاد اون از حکومت و همچنین برگزاری مراسم و نماز عید فطر همزمان با کشورهای امارات عربی و عربستان سعودی و یک روز زودتر از جمهوری اسلامی بود.
ملا موسی حدود 2 ماه پیش و بعد از اعلام عید فطر و انتقاد از جمهوری اسلامی توسط نیروهای امنیتی شهر مینا بازداشت میشه و به بندرعباس منتقل میشه و در مدت زمانی که در بازداشتگاه نیروهای امنیتی بوده به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بود که در نهایت هم زیر شکنجه ایشون فوت میکنه و گفته شده که به همراه ایشون چند نفر دیگر از جمله مولوی سید جواد قتالی، امیدوارم که درست بخونم اسمشون رو، خونده باشم، امام جماعت مسجد کلنگی نیز بازداشت شدند و در زندان بندرعباس محبوس هستند. در چند روز گذشته همزمان با آغاز ماه محرم تعدادی از زندانیان اهل تشیع بند زنان زندان مرکزی ارومیه در حین برگزاری مراسم عزاداری به بهانه‌های مختلفی از جمله عدم شرکت زندانیان اهل سنت در این مراسم با تحریک ماموران زندان، زندانیان کرد که همون زندانیان زنان کرد اهل سنت رو در این بند مورد توهین و ضرب و شتم قرار دادن که در جریان این ضرب و شتم ها دست یک زندانی اهل بوکان به نام لیلا شربیگی دچار آسیب جدی شد و همچنین ماموران زندان اقدام به احضار 5 زندانی کرد اهل سنت به نام های توریفه، ماریا، لیلا شیربیگی و هلاله و پرستو کرده و از پرونده سازی علیه این زندانیان به بهانه توهین به مقدسات اسلام خبر دادند و بند زنان زندانیان کرد اهل سنت رو از تردد به هواخوری و بخش اداری زندان محروم کردند. علی‌رغم اینکه در اصل 23 خود قانون اساسی ایران تفتیش عقاید ممنوع اعلام شده و همچنین ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی عقیده تاکید داره و این دو سند هر دو به تایید و امضای خود دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده که اون رو موظف به رعایت مواد اون میکنه، اما این حکومت به طور سازمان یافته نه تنها سعی در سرکوب پیوسته باورمندان ادیان مختلف و غیر رسمی خودش داره، بلکه باورمندان ادیان رسمی خودش مثل سنی مذهبان رو هم در آرامش نمیگذاره و با تبعیض قائل شدن بین شیعه و سنی که هر دو عضو همین دین اسلام هستند به هر بهانه‌ای و به هر وسیله‌ای سعی در حذف اونها و سرکوب و ریشه‌کن کردن اونها داره. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من مایک رو رها میکنم. سپاس از شما خانم افتخار بابت سخنرانی بسیار خوبتون. متاسفانه اهل تسنن همیشه توی هر جای کشورمون باشه مورد ظلم و ستم این حکومت قرار گرفتن، علی خصوص مردم اهل تسنن سیستان و بلوچستان که واقعا میدونیم چقدر این بخش از کشور واقعا توی محرومیته، توی فقر مطلق واقعا دارن زندگی میکنن. و دیروز ما یه جلسه داشتیم در رابطه با سیستان بلوچستان و در واقع در رابطه با فرهنگ و تمدن بلوچ میخواستیم صحبت کنیم، ولی اصلا 90 شاید بالای 95% جلسه رفت به سمت محرومیت های سیستان و بلوچستان و مردم بلوچ. یعنی اصلا نمیشد اسم بلوچ بیاد، اسم مردم اهل تسنن، اهل سنن بیاد، ولی محرومیت به دنبالش نیاد. واقعا وضعیت توی این استان‌ها خیلی وخیمه و به نظر من حرفه‌ایه که خود جمهوری اسلامی ایران در واقع این کار داره انجام میده که این بخش از جامعه رو، این بخش از کشور رو توی فقر مطلق نگه داره تا به دنبال بقیه حق و حقوقشون نباشن. یعنی چون بخش خیلی زیادی هستن، یعنی بعد از مسلمانان شیعه خب بیشترین در واقع فرقه مربوط به اهل تسنن میشه و جمعیت خیلی زیادی دارن و حکومت هم میدونه واقعا که این مسئله براش خطرناکه. یعنی اون اینجوری تصور میکنه که این مسئله واسهش خطرناکه که اگر که این اهل مردم اهل تسنن، حالا چه بلوچ باشن چه کردان باشن فرق نمیکنه، چه جنوب غرب کشور خوزستان باشه، با هم متحد بشن براشون خطرناک میشه این مسئله. از دوستان همکاران گرامی اگر در رابطه با سخنرانی سرکار خانم افتخار نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشید. بله جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. مجدد عرض ادب دارم. حالا من واقعیت نمیدونم، عزیزان شاید تجربه دارن در زمینه این که با این عزیزان، حالا مخصوصا بحث همونجوری که فرمودید سیستان و بلوچستان،
ارتباطی داشته باشن یا با اینها رفت آمد کرده باشن، با این انسان ها زندگی کرده باشن. من 2 سال از عمرم و اونجا خدمت کردم، زندگی کردم با این انسان ها و به واقع میتونم جرأت میتونم بگم محرومتر از اینها و مهربانتر از این انسان ها ندیدم. انسان هایی هستن که واقعا میتونم به جرأت بگم انسان هایی که قلبشون کف دستشونه و برای ایران واقعا دلشون میتپه با تمام این محرومیت ها. تو اون دوره‌ای که من اونجا بودم آب آشامیدنی یه چیز نرمال بود، نداشتن، جاده نداشتن، هیچ امکاناتی نداشتن، برای تحصیل بسیار دچار مشکل و مشقت بودن. بعد از گذشت شاید بگم 10 سال 12 سال من دوباره به اون منطقه رفتم، حدودا 5 سال پیش. متاسفانه چیزی که دیدم باور کردنی نبود. بعد از گذشت شاید 10-12 سال، شاید هم یکم بیشتر، سال 78 تا سال اگر اشتباه نکنم بیشتر، نزدیک 20 سال بعد من رفتم به اون منطقه. من 19-20 سال بعد رفتم. خب 20 سال زمان کمی نیست برای اینکه یه سری اتفاقات مهم در این منطقه جغرافیایی با اون عظمت با اون امکانات بیفته. ولی چیزی که قابل درک نبود همین امکانات، نداشتن امکانات به صورت در طی این 20 سال ادامه پیدا کرده بود. شاید یه مقدار از لحاظ ظاهر انسان‌هاشون از لحاظ ظاهری وضعیت زندگیشون رشد کرده بودن، ولی همچنان دچار اون محرومیت‌ها بودن. در درونشون اون محرومیت‌ها حس می‌شد. وقتی توی خونه هاشون میرفتی میفهمیدی، حسشون میکردی که دچار چه مشکلات واقعا زیادی هست. متاسفانه وجود داره و قابل چشم‌پوشی نیست. همینو تو قسمت کردستانمون هم داریم. من به واسطه شغلی که قبلا در ایران داشتم با کل ایران ارتباط داشتم، حالا دوستان عزیزی در سراسر کشور داشتم و همین عدم متاسفانه امکانات و عدم کمک و عدم این حالا اون اصطلاحش رو فراموش کردم، لغتش رو، ندادن امکانات به این که به این شهرها و به این مردم، اونها رو در محرومیت کامل گذاشته و باعث شده که چه اتفاقاتی بیفته. کولبری، قاچاق سوخت، قاچاق کالا و این جور دست از موارد اتفاق بیفته. فقط به چه دلیل؟ فقط به این دلیل که اینها هیچ امکاناتی برای سیر کردن شکمشون ندارن، هیچ امکاناتی برای درس خوندن و تحصیل ندارن، هیچ بازار درستی ندارن و اینها همه باعث میشه که این اختلافات سلیقه‌ای به وجود بیاد، این زد و نقیص ها به وجود بیاد و چیزی بشیم که میگم شاهدم جمله بعدی من قبلی من گفتم شاهدشیم امروز چه تضادی به وجود اومده در مملکت ما. ممنون از وقتی که مجدد در اختیار بنده گذاشتید. ممنونم آقای لطفی. ولی یه نگاهی به آمار نقضم که بندازیم، یعنی آمار زندانیان و آمار اعدامی که حداقل توی همین چند ماه گذشته داشتیم، میبینیم که بیشترین آمار اعدام در واقع مربوط به زندانیان بلوچ بوده که اجرا شده و اکثرا هم به خاطر جرائم مواد مخدر بوده، که خب شاید آدم همینجوری وقتی گزارشو بخونه اگر واقعا اطلاع نداشته باشه از اینا، خب فکر میکنه میگه خب طرف قاچاق مواد مخدر کرده و خب حقشه اعدام بشه. ولی خب وقتی میره ریشه یابی میکنه، میخونه، تحقیق میکنه کمی، گزارش ها رو کامل میخونه، گزارش های اعدامو، میبینه واقعا چقدر اون مناطق توی محرومیت کاملا، یعنی مجازات اعدام. من واقعا نمیدونم چی در موردش بگم. حق حیات حقیه که واقعا هیچ کسی، فکر نمی کنم کسی تو دنیا باشه که بخواد این حق ازش سلب بشه و همه هم میدونن که جرایم مرتبط با مواد مخدر در اون حجم حکمش اعدامه. ولی خب کسی نمیره بخونه ببینه واقعا چه مشکلاتی مردم توی اون بخش از کشور دارن، توی سیستان بلوچستان دارن، چقدر سختی میکشن، نبود آب، نبود کار، نبود معیشت، فقر مطلق، اصلا هیچی ندارن واقعا اون منطقه. و اون اشخاصی که میرن این کار میکنن واقعا اصلا ناچاری میرن این کار میکنن. هیچ کس دوست نداره کول بر بشه، هیچ کس دوست نداره سوخت بر بشه و اون کسایی که میرن این کار میکنن واقعا اصلا ناچاری این کار میکنن. و متاسفانه کاری که جمهوری اسلامی واقعا نکرده توی این 40 سال اخیر برای اون منطقه همین بوده، رسیدگی بوده.
اصلا 40 سال پیش به این وقت شما نگاه به اون منطقه بکنید هیچ تغییری نکرده، همونی بوده که 40 سال پیش هم بوده، بدتر شده ولی بهتر نشده. بله جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم با یک تختیار شما. یه نکته رو من یادم افتاد، چابهار، خب نمیدونم میگم عزیزان رفتن یا نرفتن، یه بافت جغرافیایی فوق‌العاده عالی داره، یه مکانی اگر بهش رسیدگی بشه فوق‌العاده است برای توریست، جذب توریست. جاهای دو چابهار ما داریم که اصلا تو هیچ کجای دنیا میتونم بگم راحتی نمیتونی پیداش کنی. کویری که به آب میرسه به چه زیبایی، اصلا خلقت خداوند و زیبایی خداوند میتونی تو ببینی. شما حساب کنید جوونهاش، میگم حدودا قضیه مال 4 سال پیشی که من اونجا بودم، یه مواد مخدر جدیدی ریخته بودن تو اون بازار چابهار. جوونهاش رو که من دیدم یه سری چیزا رو در و دیوار ریخته، یه رنگای قرمز رنگ بود. به یکی همکارامون گفتم این چیه؟ گفت مواد مخدر جدیدیه که دارن استفاده میکنن، حالشون رو بد میکنه و این ببخشید بی‌ادبیه، برگردونشونه که هی میریزه، یعنی از حالت چیزشونه. پر بود، تمام سطح شهر به در و دیوار ریخته بود. خب این چه نشون، یعنی چی این، چه اتفاقی افتاده؟ منطقه چابهار با اون عظمت، با اون همه امکانات، با اون همه قنایا، با اون همه ثروتی که داره، چرا باید جوانهاش رو پیدا کنن به سمت مواد مخدر؟ اصلا چرا باید همچین مواد مخدری وارد بشه؟ خب کی این کارا رو میکنه؟ متاسفانه اون کسی که میاد چابهار رو، بندر چابهار رو اجاره میده طولانی مدت به چین. برای چی میاد این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه اجازه نده جوانهای این مملکت خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن و به جاهایی برسن که باید برسن، لیاقتش رو داشته باشن که برسن، لیاقتش رو دارن و متاسفانه گرفته شده این لیاقت و این امکانات و این رسیدن به اون هدف والا از جووناش گرفته شده و اونها رو به قهقرا کشونده. واقعا باید دعا کرد برای این حال روز مردم. ممنونم آقای لطفی. بله وظیفه دولت در واقع امکاناتی فراهم کنه برای بحث اشتغال توی تمام جوامع، فرق نمی‌کنه حالا چه بلوچ باشن، چه حالا کرد باشن، خوزستان باشه، فرق نمی‌کنه، مناطق مرکزی باشه. وظیفه دولت در واقع که این امکانات فراهم کنه توی اون منطقه که همه شاغل باشن، بتونن برن سر کار. ولی خب به قول شما شغل هم که ایجاد نکرده هیچی، همون فرصت‌های شغلی هم که وجود داشته تو اون منطقه در واقع بوده از قبل، سالیان سال بوده توی منطقه، بحث ماهیگیری دیگه تو اون منطقه اکثرا گرفته شده ازشون، اون دریا اون بخش رو واگذار کردن به چین. چین هم که مثل روش‌های سنتی ماهیگیری اینجا ماهی نمیگیرن، اصلا یک سیستم مکانیزه اصلا وحشتناکی دارن که اصلا کلن دریا رو درو میکنن موقع ماهیگیری و اصلا چیزی برای بقیه ماهیگیران نمیمونه که بخوان با اون روش سنتی بخوان ماهی بگیرن. سپاس از شما، ممنونم از شما جناب لطفی، همطور خانم افتخار عزیز. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای اسفندیار سنگری با موضوع حق بیان اندیشه در ادیان. جناب آقای سنگری بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و وقت بخیر خدمت حاضرین محترم در جلسه و عزیزانی که به طور آنلاین از طریق یوتیوب با این جلسه و سخنرانی با ما همراه هستند. آزادی بیان و اندیشه از اصولی است که بر اساس بند 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر باید در همه جوامع جهانی رعایت کرد. آزادی بیان به مردم این احساس را می دهد که حکومت به حق به آزاد بودن آنها احترام می گذارد و پر واضح است که آزادی بیان و اندیشه و عقیده تنها برای نهادینه شدن مردم سالاری کافی نیست و دولت ها نیز باید در برابر مردم و اقشار جامعه پاسخگو باشند. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص آزادی، حق آزادی بیان و عقیده آمده است: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و
و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. و همچنین ماده 19 در خصوص حق آزادی بیان اندیشه آمده است. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و استرابی نداشته باشد و در کسب اطلاع افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. در ماده 28 منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران آمده است که شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر و نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند و دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقاد پذیری و تحمل و مدارا می باشد. اما به نظر می رسد که نهادهای حاکمیتی در ایران به جای گسترش فرهنگ انتقاد پذیری، تحمل و مدارا، بیشتر در صدد یافتن راهی برای توجیه سرکوب و مجازات منتقدان، آزادی بیان اندیشه و معترضان هستند. در واقع آنچه که در کارنامه 14 حقوق بشری ایران به وفور یافت می شود، موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که عقیده‌ای غیر از آنچه که در اصل 12 تعیین شده است دارند. در دنیای امروزی و قرن 21 محدودیت و محکومیت شهروندان به خاطر عقاید گوناگونشان قابل پذیرش نیست و باید به تنوع مذاهب در دنیا احترام گذاشت. بنابر قوانین بین المللی حقوق بشر، دولت ها حق استفاده از مذهب را به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولت ها موظفند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان بینی ها کوشا باشند. حکومت ایران نه تنها اعضا و پیروان سایر ادیان دینی، هم از آنان که به رسمیت میشناسند و آنان که عقایدشان به رسمیت شناخته نمیشود را حبس و یا به کام مرگ فرستاده است، بلکه تعداد کثیری از مسلمانانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثناعشری نیز مغایرت دارد با مجازات مرگ نیز مواجه شدند. شهادت بازماندگان، بازجویی ها و زندانیان حاکی از این واقعیت است که موارد بیشماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان، از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شدند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن دادند. اقدامات اینچنین از سوی حاکمیت ایران همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده شهروندان محسوب شود. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که میان حق آزادی بیان و عقیده برخوردار است و برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و عملکرد افراد و جوامع و نقض حقوق سرد ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته می شود. عدم به رسمیت شناختن سایر پیروان ادیان از سوی دولت اسلامی ایران و برخورد هدفمند با افرادی که از مذهب رسمی پیروی نمی کنند، اجحافی واضح در حق پیروان سایر ادیان تلقی می شود. اما بررسی دقیق در سیاست های دولتی مربوط به قوانین و دستور عملهای ناظر به حق آزادی بیان عقیده ها که از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حقوق اکثریت شهروندانش را نیز نقض می کند و نقض کرده.
به خطر افتادن امنیت ملی یکی از دلایلی است که حکومت مستبد در کشورهای در حال توسعه و در ایران از آن برای محدود کردن آزادی بیان و عقیده استناد می‌کند. در بسیاری از کشورهای خودکامل تعریف دقیقی برای امنیت ملی وجود ندارد، زیرا این واژه تنها برای سرپوش گذاشتن بر فساد گسترده در دستگاه‌های حکومتی خود سوء استفاده می‌کند. طبق تحقیقات انجام شده از سوی کارشناسان در دنیای امروز، خشونت علیه اعتقادات مذهبی افراد در دو حالت اتفاق می‌افتد. حالت اول، دیگر افراد سطح جامعه هستند که از روی جهل و عدم آگاهی پیروان مذاهب دیگر را قبول ندارند و هر جا که بتوانند به مخالفت با آنها می‌پردازند. نمونه این قبیل رفتارها را نیز در یهودی ستیزی و اسلام حراسی حتی در جوامع مدرن غربی هم ما مشاهده می کنیم. در حالت دوم وقتی است که حکومت و قوانین برخی کشورها خشونت را علیه دیگر پیروان ادیان ترویج می کنند که به طور مشخص این دسته دوم به دلیل تأثیر مخرب و قدرت اجرایی هم که دارند بیش از دسته اول برای پیروان ادیان مختلف مزاحمت ایجاد میکنند. از جمله کشورهایی که همیشه در این موضوع مورد انتقادات جوامع حقوق بشری بسیاری قرار گرفته حکومت اسلامی ایران است. طبق تحقیقات تاریخ نویسان کشور ایران به دلیل قدمت چندین هزار ساله تاریخ بشری که دارد از زمانهای قدیم پیروان ادیان مختلفی را در خود جای داده. در متون تاریخی مختلف از قدیمی‌ترین ادیان مانند زرتشتیان گرفته تا بعدها یهودیان بسیاری در ایران و در کنار هم زندگی می‌کردند. سپس بعد از آمدن اسلام به سرزمین ایران موضوع جنگ بین مذاهب و قدرت حاکمه شدت گرفت تا به جریان معروف انتخاب مذهب شیعه توسط شاه اسماعیل صفوی میرسید، موضوعی که تا به امروز تعیین کننده مذهب بسیاری از ایرانیان بوده است. از آن زمان تا انقلاب سال 1357 در ایران حکومت ایران بر اساس نظام و حکومت‌های پادشاهی اداره می‌شد و اکثریت مردم را مسلمانان تشکیل می‌داد. اما از اواخر رژیم پهلوی قوانین حاکم بر کشور تا حدی تلفیقی از قوانین شرعی و قوانین مدرن روز بود. پس از انقلاب 1357 تا به امروز حکومت ایران از مطبوعات، رسانه‌ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی تحت نفوذ خود برای برچسب زنی، اتهام، نفرت پراکنی و نیز تغییر اذهان عمومی در خصوص آزادی بیان اندیشه در پیروان سایر ادیان و اقوام ایرانی به طور هدفمند اقدام کرده و می‌کند. در واقع برچستنی و احتام از طریق وسایل ارتباط جمعی، مطبوعات و رسانه ها مهمترین تولید ماشین سرکوب در خصوص آزادی بیان و اندیشه و عقیده در حکومت فعلی ایران می باشد. دستگاه رسمی تبلیغاتی رژیم ایران یک واژه نام مشخص برای برچستنی به مخالفان و منتقدان خود دارد. این واژه نام رسما گردآوری، مدون و ابلاغ نشده، اما همه نیروهای امنیتی و درون حکومت می دانند که برای حیات و بقای حکومت باید آن را به کار گیرند. صدور احکام سنگین قضایی برای سایر دگر اندیشان و پیروان ادیان، فعالان سیاسی مدنی و برخورد با هر صدای انتقاد آمیزی از وضع موجود، گوشه ای از روش های حاکمیت در سرکوب آزادی بیان، اندیشه و
عقیده است. بسیاری از آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام روبرو می شوند و فضای آزادی بیان، ابراز عقیده و انتقاد روز به روز تنگتر و محدودتر از قبل می شود. هرچند در قوانین موجود بارها به حق شهروندان برای آزادی بیان تاکید شده، اما به نظر می رسد حاکمیت این آزادی بیان و عقیده را تنها در چارچوب مطلوب خود می بیند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در محدودیت های سختی که برای پیروان مذاهب غیر از مذهب رسمی حکومت قائل می شوند در اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده که حکومت و مردم موظفند با عدل و قسط با پیروان مذاهب دیگر رفتار کنند، اما در واقع رژیم ایران به قانون اساسی خود نیز پایبند نبوده و عمل نمی کند و همه این موارد در تضاد با اصول حقوق بشر یک جامعه باز و دموکراتیک بدون آزار و اذیت مذهبی است. گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق مذهبی اینچنین اعلام کردند که 3/4 مردم جهان در کشورهای زندگی می کنند که یا حقوق مذهبی و اعتقادات آنها با محدودیت روبروست یا با سطح بالایی از تخاصم در جامعه در زمینه مذهب یا اعتقاداتشان مواجه هستند. و نیز در گزارشاتی که از سوی جوامع حقوق بشر همه ساله در خصوص نقض آزادی بیان و اندیشه و آزادی های دینی حاکی از آزار پیروان مذاهب غیر شیعه در ایران و محدودیت هایی است که آنان در مورد پرداختن به آداب دینیشان و اعتقاداتشان تحمیل می شود. و نیز در این گزارشات آمده است که جمهوری اسلامی به افرادی که به جامعه مسیحیان و جامعه زرتشتیان پیوستند یا افرادی دستگیر شده که به این دو گروه پیروان مذهبی تعلق دارند در زمینه پرداختن به آداب و مناسک مذهبیشان محدودیت هایی را تحمیل می کنند و فضای دهشتناک برای پیروان سایر ادیان و دیگر اندیشان و مذاهب غیر شیعه ایجاد کرده است، به خصوص برای بهائیان، دراویش، ناکیشان مسیحی، یهودیان، مسلمانان اهل تسنن، یارسانان، مندائیان و حتی شیعیانی که مواضع رسمی حکومت را نمیپذیرند. مقامات دولتی ایران از رسانه ها، وسایل ارتباطی جمعی تحت کنترل و نفوذ خود به تبلیغ منفی علیه سایر پیروان دینی به خصوص بهائیان ادامه میدهند. بهائیان ایران همچنان یا از دانشگاه اخراج می شوند یا اصلا اجازه تحصیل در دانشگاه را نمی یابند و محل کار و کسب آنها پلوم و زمین های آنها به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره می شوند. در مجموع همه سایر پیروان ادیان در ایران به درجات و سطوح مختلف از تبعیض هایی که به طور رسمی به خصوص در عرصه های اشتغال، آموزش، مسکن و حقوق اولیه اجتماعی که اعمال می شود دائما تحت فشار بوده و رنج می برد. در ادامه به یک نکته اشاره می کنم. اگرچه در گذر زمان و در تاریخ پرفراز و نشیب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران مطبوعات و رسانه های تحت نفوذ حکومت ها و دولت ها توانستند در اذهان عمومی تأثیر گذار باشند، اما در عصر حاضر با روند فزاینده سازمان ها، کمیته ها و کانون های مدافع حقوق بشری توانستند از طریق سایت ها، رسانه ها و مطبوعات بین المللی صدای آزادی خواهی و بیان خواسته های به حق پیروان سایر ادیان، اقوام ملل ایرانی و دیگر اقشار مردم را به گوش جهانیان برسانند و نیز با نشر و چاپ آخرین اخبار و تهیه آمار و گزارشات نقض حقوق بشری را
آگاهی رسانی نمایند. و پیام آخر این که اختناق در آزادی بیان و اندیشه نمیتواند برای همیشه زنده بماند و در نهایت آزادی بیان اندیشه همه شمول خواهد شد و لازمه تسریع این آزادی، افشاگری، تهیه آمار و گزارشات و آگاهی رسانی بین اقشار مردم و در سطوح جامعه می باشد. سپاس از اینکه با این سخنرانی با من همراه بودید. ممنونم جناب آقای سنگری، بسیار عالی و جامع بود سخنرانیتون. در واقع در رابطه با نقض حق اندیشه بیان، حالا شما فرمودید بقیه ادیان و همینطور مسلمانانی که واقعا همسو نیستند با حکومت جمهوری اسلامی ایران، کاملا درسته. یعنی این سرکوب اندیشه فقط مختص بقیه ادیان نیست که بگیم فقط بهائیان اتفاق میفته یا برای اهل تسنن، یعنی برای خود شیعیان، این مسلمانان شیعه ای که دیدگاهشون در واقع همسو با حکومت جمهوری اسلامی ایران هم نیست، این اتفاق میفته. یعنی اونا هر آنچه که بر علیه خودشون باشه و همسو باشون نباشه رو نمیپسندن و اصلا اجازه نشرش نمیدن و سعی میکنن همون در ابتدای کار سرکوبش بکنن که اصلا کسی در موردش اطلاعی نداشته باشه. سپاس از شما، از دوستان، همکاران گرامی. اگر در رابطه با سخنرانی جناب آقای سنگری نقطه نظر، دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب سپاس از همه عزیزان، همکاران گرامی. سراغ بخش بعدی اون میریم. بخش بعدی ما بحث آزاده، که بحث آزاد امروزمون موضوعش هست عدم تبعیض و پوشش، در واقع حق انتخاب پوشش. هم میدونیم که پوشش کامل و حجاب برای زنان کمی بعد از انقلاب 57 توی ایران اجباری شد و خمینی اولین سخنرانی خودش رو درباره حجاب توی 15 اسفند 57 انجام داد و به صراحت گفت که زنان نباید بدون حجاب بیرون بیان و البته گفت که کار کردن اونا مانعی نداره اما باید با حجاب شرعی کار بکنن. بعد از این سخنرانی عده زیادی از زنان توی کشور اعتراض کردن و تا مدتی این اعتراضات توی جای جای کشورمون ادامه داشت تا اینکه آروم آروم درگیری و تشنج میان جامعه با زنان به گفته آنها بد حجاب یا بی حجاب افزایش پیدا کرد و بعد از مدتی هم زنان محجبه یک راهپیمایی انجام دادن و بعد از اون سازمان‌ها و ادارات موظف شدن تمامی کارکنان زنشون باید با حجاب به سر کار بیان و تمامی ادارات و سازمان‌ها از پذیرفتن زنان به گفته اونها بی حجاب خودداری کردن. من این مقدمه کوتاه رو از اوایل انقلاب خدمتون عرض کردم تا بتونیم با شما دوستان و همکاران گرامی درباره موضوع حجاب توی ایران امروزی، ایرانی که در حال حاضر همه ما در اون زندگی می‌کنیم یا می‌کردیم، صحبت کنیم. 43 سال از اون انقلاب می‌گذره. حکومت جمهوری اسلامی ایران هنوز همون حکومتیه که همون ابتدای کار روی کار اومده بود، با همون عقاید و هیچ فرقی نکرده. تمام مسائلی که من عنوان کردم خدمتون هنوز هم میتونیم توی جامعهمون ببینیم، فقط توی بعضی از دوره‌ها کمتر بوده و توی بعضی از دوره‌ها با خشونت‌های بیشتری همراه بوده. با روی کار اومدن ابراهیم رئیسی برخورد با مسئله حجاب بیشتر هم از نوع خشونت‌آمیزش در واقع بوده. در واقع میشه با روی کار اومدن ابراهیم رئیسی برخورد با مسئله حجاب بیشتر شد و عذر میخوام، من نقطه در واقع جابجا شده بود، از ابتدا میکنم. ابراهیم رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی خودش گفته بود که ما گشت ارشاد نداریم اما برای گشت ارشاد داریم اما برای مدیران، و در واقع منظورش مبارزه با فساد مدیران بود. اما در حال حاضر خود ابراهیم رئیسی باور داره که
دولتش بسیار مصممه که امر به معروف و نهی از منکر رو به بهترین شکل اسلامی و شرعیش اجرا بکنه. و باید همینجا بگیم که آیت الله خامنه ای هم چندی پیش توی سخنرانی های خودش عنوان کرد این که بذاریم مردم خودشون انتخاب کنن حرف قابل قبولی نیست و کسی که در انظار بدون حجاب اسلامی ظاهر میشه باید همانند حکومت امیرالمومنین با اون برخورد کرد که نتیجه داشتن همچین رهبر و رئیس جمهوری توی کشور شد تشکیل قرارگاه 21 تیر و همچنین برخورد بسیار خشونتبار همراه با توهین و آزار و اذیت‌های جسمی که زنان ما متاسفانه با آن روبرو هستند. این قرارگاه مأموریت داره که بخشنامه‌های مربوط به حجاب رو که توی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان احمدی نژاد تایید شده بود رو اجرایی بکنه که تمامی این موارد این بخشنامه همون چیزیه که خمینی توی اوایل انقلاب اجرایی کرده بود. اما با وجود تمام این مسائل زنان ما توی کشور ساکت ننشستن و عده زیادی از اونها برای حقوقشون در حال تلاش و مبارزه هستن. توی همین چند ماه گذشته ما کمپین حجاب بی حجاب رو داشتیم که بانوان هر کدوم اعتراض خودشون رو به نوعی نشون دادن. بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی و همچنین فعالین حقوق زنان هر کدوم به نوعی مخالفت‌های خودشون رو نشون دادن که تمامی این افراد هر کدوم به نوعی با برخوردهای حکومتی مثل گرفتن اعترافات اجباری، حبس‌های طولانی مدت و عده‌ای به وسیله نهادهای حکومتی به یک بار ناپدید شدن. اما من می‌خوام که بحث رو با شما دوستان ادامه بدیم و چند تا سوال مطرح می‌کنم که خوشحال می‌شم که شما دوستان و همکاران عزیز نظراتتون رو بیان بکنید. به نظر شما دوستان حکومت ایران با اینکه هر آنچه که در کشور هست رو در اختیار داره، اهم از وضع قوانین، سیستم آموزشی، صدا و سیما، پرورش حوزه‌های علمیه و غیره، تا چه حد تونسته جامعه رو واقعا تشویق به حجاب بکنه؟ چقدر تونسته رعایت حجاب رو برای جامعه تبدیل به یک ارزش بکنه؟ و اینکه نظرتون درباره رفتار خود مردم چیه؟ خود مردم با هم دیگه، مردمی که توی کشور در مورد رعایت و یا رعایت نکردن حجاب به هم تذکر میدن. چقدر از این تفکرات توی کشور نشأت گرفته از تفکرات مذهبیه و چقدرش نشأت گرفته از تفکرات حکومتیه؟ خب من دوستان صحبتامو کوتاه میکنم و از همکاران گرامی دعوت میکنم در بحث آزادمون شرکت کنن در رابطه با سوالایی که عرض کردم خدمتون، و اگر تجربه ای هم در این زمینه دارید خیلی خوشحال میشیم که حتما شنوا باشیم. واقعا بیایم به این بپردازیم که این اختلافاتی که بین مردم افتاده، یعنی واقعا دو دسته کردن مردم رو، یک مردمی که طرفدار حکومت هستن و مردمی که طرفدار نیستن و در واقع در نقطه مقابل هستن، چه اتفاقی پیش میاد که اون عده، یک عده از مردم شروع میکنن به طرفداری از حکومت و اینجوری توی خیابونها حاضر میشن با مردم، با زنانی که حالا به گفته اونها بی حجاب هستن درگیر بشن؟ و یه سوال دیگه هم حالا میخواستم حتما بپرسم از شما، شاید در این زمینه نظر بتونید بدید، در رابطه با مردمی هست که بیننده هستن توی اون بخش. ما توی شبکه‌های اجتماعی تصاویر خیلی زیادی دیدیم که مردمی که واقعا فقط بیننده بودن توی اون بخش، یعنی اون زن یا اون دختر رو اون ماشین گشت ارشاد میاد دستگیر میکنه با اون شکل، با اون خشونت، و میبره توی ماشین و عده‌ای از مردم فقط اون هستن و فقط نگاه میکنن و هیچ کاری انجام نمیدن. واقعا چی در این مورد شما فکر میکنید؟ این مردمی که اونجا هستن چه دیدگاهی دارن؟ چرا مثلا دخالت نمیکنن توی مسئله؟ چرا فکر میکنن این اتفاق بعد برای دیگری میفته و هیچ کس به این فکر نمیکنه که واقعا این اتفاق، یعنی اون خانومی که دارن میبرن توی اون ماشین شاید خواهر من باشه، شاید مادر من باشه و بالاخره هموطن منه، فرق نمیکنه. احساس مسئولیت باید داشته باشیم نسبت به این مسئله
ولی متاسفانه اینو ما توی جامعهمون الان نمیبینیم. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم صحبت های شما رو. بله ممنون. بحث حجاب و پوشش اسلامی در جمهوری اسلامی خب مشخص و واضحه، طبق قانون سری خودشون حجاب اسلامی تعریف شده از حجابی که فقط صورت مشخص باشه. من چندی قبل یه کارشناس مذهبی، من یه تیکش البته دیدم توی برنامه زنده تلویزیونی، داشت صحبت میکرد در مورد همین زمینه و میگفت پیامبر اسلام گفته که زن مثل عورت میمونه و باید پوشیده باشه و واقعا من یه لحظه به خودم اومدم فکر کردم بذاره، واقعا بسیار ناراحت شدم از این قضیه، از این صحبت، اینکه چرا یک شخصی به خودش اجازه میده که یک وجه تشابهی بخواد بین زن و اون کلمه رو به کار ببره. خب طرز تفکر مذهبی و عقب افتاده و پوچ عامل این قضیه است. ما توقعی نمیتونیم از انسانی بگیم داشته باشیم که تفکر 1400 سال پیش داشته باشه. شاید در زن در جایگاهی 1400 سال پیش جایگاه درستی نداشته، اونم در اسلام، در اعراب، در اون قسمت از جهان عرض میکنم، ولی در ایران باستان ما زن جایگاه ویژه‌ای داشته. ما پله های تخت جمشید رو وقتی نگاه میکنیم، ارتفاع پله ها رو اگه دقت بفرمایید ارتفاع بسیار کمی داره و این به دلیل این بودی که زن وقتی هم زنان این سرزمین میخواستن از اون پله های تخت جمشید بالا پایین برن بتونن راحت پله ها رو بالا پایین برن. خب این احترامی بوده که به زن در ایران باستان گذاشته میشده به عنوان مادر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک کسی که میتونه جامعه رو به قولی شکل بده. تربیتی که این مادر میتونه داشته باشه پدر نمیتونه داشته باشه، یعنی فرزندی که در جامعه رشد میکنه و در یک خانواده رشد میکنه تحت تاثیر بیشتری از مادر قرار میگیره. چرا؟ چون زمان بیشتری رو با مادر میگذرونه تا پدر. خب این نشون از جایگاه والای مادر در جامعه داره. خب چه اتفاقی میفته که این تفکر و دیدگاه 1400 سال قبل امروزه در جامعه ما با این حجم از تکنولوژی، این حجم از بروز شدن و به قولی اصلا غیر قابل قیاس، چطور میشه که این اتفاق میفته و این تفهم و این تفکر همچنان برقراره و قابل به تبدیل شدن و تغییر شدن نیست؟ و این برمیگرده فقط به همون دیدگاه اسلامی که نسبت به این قضیه دارن. اینها نمیخوان باور کنن و بپذیرن که جامعه آزاد فارغ از هر چیزی که هست همه چیزش باید آزاد باشه. اگر شما میخوای در یک جامعه حکومت کنی و درست به قولی جامعه رو، انسان‌هایی که اون ملتی که برش داری حکومت می‌کنی تو رو دوست داشته باشن و برای اون جامعه خدمت کنن، تو باید یه سری امکانات بهشون بدی، یه سری به قولی قوانینی براشون داشته باشی که اون جامعه با تو خوب باشه، با تو به عنوان رهبر اون جامعه خوب باشه، نه اینکه بر ضد تو باشه. قبلا هم در این مورد صحبت کردیم، کسایی که حالا شما فرمودید وای میستن، دو دستن، کسایی که روبروی هم قرار میگیرن. ما به وضوحی چند وقته دیدیم تو بحث حجابی که این مدت اتفاقاتی که افتاده تو شبکه‌های مجازی، توی اتوبوس و اینا نشون میدن که در مقابل همدیگه قرار میگیرن و فیلم میگیرن و پخش میکنن که آره اینجوری شده، و بعد نشون میدن که آره اون آدمه رو حتی گرفتن، اون کسی که حجاب رو برداشته رفتن و دستگیرش کردن، و اون شخصی که ممانعت کرده که چرا حجابتو برداشتی رعایت کن مورد تحقیق قرار گرفته. خب این داره بولد میکنه این قضیه رو دولت. چرا باید این اتفاق بیفته؟ فقط من میتونم بگم دیدگاه کهنه، دیدگاه پوچ و مذهبی، عقیده، اون خرافات بیهوده
و نگاه بسته ما نسبت به نگاه بسته جامعهمون نسبت به زن، نسبت به شخصیت زن، نسبت به اینکه زن رو عورت نبینیم. من مرد اگر ذهنم مریض نباشه، چشمم مریض نباشه، فکرم مریض نباشه، هیچ موقع نمیام مادرم رو، همسرم رو، خواهرم رو، دخترم رو به چشم عورت ببینم. اون شخصی که میاد و این اصطلاح رو به کار میبره، خودش مطمئنن این گونه داره میبینه نسبت به زنای جامعه رو که میاد این گونه برخورد میکنه و این گونه صحبت میکنه در این شبکه تلویزیونی. و اون شبکه تلویزیونی و اون کارگردان و اون برنامه ساز و اون مدیر صدا و سیما وقتی میاد این اجازه پخش رو میده، مطمئنن اون هم مشکل رو داره. پس این چیزی نیستش که ما بگیم امروز به زنامون مربوطه، نه، در وهله اول به جامعه مرد، به مردان جامعه ما ارتباط داره. زنان ما بسیار عالی هستن در سطح جامعه، دختران ما بسیار عالی هستن، اگر ما عالی باشیم، اگر ما اونها رو عالی ببینیم، اگر اجازه بدیم که اونها عالی رشد کنن، اگر اجازه بدیم که اونها بتونن در سطح جامعه با جامعه روز دنیا رشد کنن. ولی اگه جلوشون رو بگیریم، دیدگاه بسته بهشون بدیم، با دیدگاه بسته بهشون نگاه کنیم، هیچ موقع زن در جامعه ما رشد نمی‌کنه، بلکه تو سری خوره. مادران قدیم ما به طور وحشتناکی، من مادر خودم رو میگم، به طور وحشتناکی تحت مرد بوده. متعاقبا مادر بزرگ من به همین صورت نسلن. ولی نسل امروز خوشبختانه این گونه نیست. نسل امروز نسلیه که چشمش باز شده، نسلیه که ذهنش باز شده و اجازه نمیده مرد بخواد روش تسلط داشته باشه. نسل زن امروز نسلیه که میتونه جامعه ایران رو عوض کنه. این تفکر رو باید داشته باشیم و این دیدگاه رو باید کم کم بهش برسه جامعه اسلامی، رؤسای جامعه اسلامی، که با زن امروز، با دختر امروز در جامعه ایران نمیتونه مقابله کنه. چون سوای این که دنیای مجازی به شدت پشت این قضیه است، دیدگاه خارج از ایران هم نسبت به این قضیه حساس سر شده و به شدت داره این قضیه رو دنبال میکنه و به دنبال اینه که امروز مطلبی رو خوندم در مورد ما ورود زنان به ورزشگاه ها، یه نمونه بارزشه، یه نمونه ای که این حق گرفته میشه. به چه دلیل؟ فقط به دلیل اینکه پوشش درستی شاید نداشته باشن وقتی وارد ورزشگاه میشن. خب این دلیلی نمیشه. چطور شما اگه بخواید مراسم مذهبی بگیری توی ورزشگاه، زن و مردتون با هم میره اونجا فقط به دلیلی که پوشش درستی دارن و مشکلی پیش نمیاد؟ خب نه، این تفاوت در دیدگاه و افکار واقعا زد و نقیز ها فراوانه. وقت صحبت زیاده، وقتم کمه، حالا شاید در تایم بعدی دوباره یه تایم دیگه بگیرم و ادامه بدم. ممنون از وقتی گذاشتید، ولی واقعا زن امروز رو، دختر امروز رو نمیشه جلوش گرفت. ممنون. ممنونم آقای لطفی، سپاسگزارم. کاملا درست میفرمایید، واقعا کلن تفاوت پیدا کرده جامعه امروز الان توش داریم زندگی میکنیم نسبت به جامعه گذشته. خب قبلا این سطح از آگاهی نبود توی جامعه، همه چی محدود بود، ولی خب الان با وجود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی همه یه جورایی رشد کردیم، یعنی تمام جامعه‌مون در واقع یه جورایی رشد کرده و اون طرز دیدگاه تغییر پیدا کرده. حالا اون ادهی که به قول شما حالا میاد توی تلویزیون همچین حرفایی میزنن و تمامی مسئولین، فرق نمیکنه، تمامی مسئولینی که الان سردمدار هستن توی کشورمون، یعنی از همون مدیران رده پایی بگیر تا حالا بالاترین رأس هرم، در واقع همه اون تفکرات پوسیده 1400 سال پیش رو هنوز توی ذهنشون دارن و حاضرم نیستن تغییرش بدن و نمیخوان، برای که در تناقض با بقاشون. یعنی اگر که بخوان آزاد فکر کنن، بخوان آزادی‌ها رو بدن، بخوان مردم ترقی بکنن، اینو در تناقض با بقای خودشون می‌بینن و فکر می‌کنن اینجوری بقایشون به خطر می‌افته، که شاید هم واقعا اینجوری باشه. چون اگر که این اجازه رو بدن، یعنی البته این اتفاق داره می‌افته کم کم که زنان ما نسبت به گذشته آگاهی‌های خیلی بیشتری دارن. الان توی جامعه می‌بینیم که واقعا زنان پا به پا و دوشادوش مردان دارن کار میکنن تو تمامی زمینه‌ها، تو تمامی مشاغل، و دیگه مثل گذشته نیست که بخواد زنان ما توی خونه باشن، خواهران یا مادران ما توی خونه فقط باشن و فقط نقش مادر رو داشته باشن. این چیزیه که الان جمهوری اسلامی میخواد،
یعنی چیزی که توی صدا و سیما داره فقط توی این زمینه تبلیغ میکنه که زن فقط یک مادره و فقط کارش همینه که فرزند به دنیا بیاره و فرزندش رو بزرگ کنه، در حالی که جامعه امروز ما اینو فهمیده که در کنار بقیه حالا توانایی که مادر داره، یعنی بزرگ کردن فرزندش، توانایی بسیار دیگه هم داره که میتونه توی جامعهش استفاده بکنه. من صحبت هم اینجا کوتاه میکنم. خانم چگینی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان عزیز. با برنامه خوبتون خیلی لذت بردم امروز. من راستش میخواستم بگم به عنوان یک خانم در واقع در ایران که زندگی کرده، میخواستم بگم این تر که شما گفتید موفق هست بوده یا نیست، به نظر من یه طرح حجاب یه طرح ناموفق بوده. شاید اگه خودمون همینطوری در نظر بگیریم، 20 سال اول انقلاب شاید ابتداش خیلی از زنا مقیدتر بودن نسبت به حجاب، یا حجاب بیشتر قبول داشتن، یا خود جمهوری اسلامی اون چهره واقعی خودشو هنوز در واقع به مردم نشون نداد. و دهه سوم، مخصوصا دهه چهارم، شاید حالا یا آگاهی مردم ما یا و اینکه خود چهره جمهوری، چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران در واقع الان برای مردم رو شده، یعنی الان میدونن که امر به معروف و نهی از منکر که میاد فقط به تارموی زنا در واقع گیر میده، چرا به راندخاری، چرا به دروغگویی، اختلاس و اینجور چیزا گیر نمیده، چرا باید فقط در واقع وظیفهش فقط حجاب زنان نیست. و الان مردم ما اینو خودشون کامل میفهمن. و یکی هم که در واقع این حجاب باعث شده که زنای ما رو در واقع به یه انحراف دیگه، یعنی در واقع این دو چی بهش میگم، میونبوری که زنای ما زدن برای اینکه از مثلا از این حجاب، از این پوشش خلاصی پیدا کنن، به جاهای زیاد جالبی هم حتی نرسیده. ما خودمون میبینیم به عنوان، به هر حال به عنوان یه بانو در کشوری که خیلی ها به مثلا عملهای مختلف، چرا؟ چون واقعا زیبایی یک زن، زیبایی یک انسان، شاید میتونیم بگیم 50% مو هستش و چقدر تأثیر داره رو صورت آدم. و اینا واقعا یا لباسی که می پوشند که مثلا این به این صورت، اینو بعد عملهای جراحی یا آرایش‌های خیلی مثلا شدیدی که در واقع دخترای ما استفاده می کنن، اینا همه در واقع یه جورای مخالفت و تضادی هست که نسل ما، نسل زنان ما در اعتراض به جمهوری اسلامی دارن نشون میدن. و اینکه الان مثل دهه های قبل نیست. الان من مثلا به هر حال فیلم و چیزایی که ما میبینیم خیلی ها حتی برای مردای ما عادی شده و اینو قبول کردن که واقعا یک زن حقش نیست که حتما باید حجاب داشته باشه، حتما روسری بر سرش باشه یا چادر داشته باشه، و این حق رو داره که پوشش خودش رو خودش تعیین کنه. و خیلی نرمال شده نسبت به دهه های قبلی. به نظر من مردم ما هرچی، و چرا اینکه تو خیابون کمک نمی کنن، یکی ترس و در واقع همین سرکوبی که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده نسبت به مردم، یکی میتونه این باشه که مردم ما شاید از زندان رفتن، از در واقع بازداشت شدن میترسن، همشون شاید تای حدودی. یکی هم اینکه ناآگاهی مردم از قدرتی که خودشون دارن، یعنی مردم ما اگه به این نقطه از برسن، به این حالت برسن، بدونن چقدر نقششون مهم هستش و چقدر مهم هستن ملتی در یک کشور، شاید اون موقع قوی تر ظاهر میشن در مقابل یک مثلا یه جور ظلمی که در به عنوان یک انسان، چه بانوی، چه حالا یه نوجوانی، حالا هر شکلی که امر به معروف یا نهی از منکر اونا رو در واقع گیر میده. این نظر من بود. حالا نمیدونم، و یه چیز دیگه خیلی خیلی برای من جالبه که لباس ها و پوشش های محلی رو که جمهوری اسلامی در واقع اونا رو همه رادیکال گرفته و همه رو حذف کرده، لباس های محلی ما مثلا ایرادی نداشته. واقعا اگه شما در نظر بگیرید لباس های محلی بختیاری، لباس های شمالی، لباس های مناطق لرستان، خوزستان، اینا هر کدوم
شاید زمانهایی که مردم از اینا استفاده میکردن هم پوشش خیلی لباسهای پوشیدهی بودن و خیلی باوقار بودن تا حالا این مانتوهایی که از خود چین وارد میشن، چین کمونیستی که در واقع کشور ما رو به نابودی رسونده. من این نظرم بود، امیدوارم حالا یه در واقع مفید قائل شده باشه. مرسی که این وقت رو به من دادین. من مایکو میبندم. سپاس از شما خانم چگینی. قطعا همینطوره، بله. دقیقا همین بحث گرفتن این حق است. حالا بحث خود حالا انتخاب پوشش در واقع بیشتر حالا هدفمون همینه، در مورد این صحبت کنیم که این حقیه که از زنان جامعهمون گرفته شده. حالا شما به پوشش های اشاره کردین، پوشش های محلی کاملا هم درسته. ما توی تمامی کشورمون در واقع توی همه استانامون در واقع یک پوشش محلی داریم، یک لباس محلی داریم که بسیار هم قشنگ و زیباست واقعا. و جمهوری اسلامی با همون هم مشکل داره، یعنی نمیخواد، میخواد همون چیزی باشه. مشکلش پوشیده بودن نیست، لباس های محلی خب با اونجوری که شما گفتین اکثرش پوشیده است. مشکل این چیزیه که میخواد همون چیزی باشه که خودش میگه، یعنی میخواد بگه من میخوام که این به این شکل لباس بپوشین شما و شما باید اطاعت بکنید. یعنی بحث همون دستور دادن است و دستور گرفتن است. بحث اون ترسیه که میخواد توی جامعه بندازه، ترسی که متاسفانه 40 سال انداخته توی این جامعه و بحث 1 سال 2 سال 10 سال نیست، از همون ابتدا این بوده. و خب با دادن حبسای طولانی مدت، شلاق، شکنجه یا تبلیغاتی که توی صدا و سیما میان میکنن، یعنی اعترافات اجباری که توی صدا و سیما میان میگیرن، خب این ترس رو یه جورایی نهادینه کرده توی جامعه. شاید یکی از دلایلش واقعا همین باشه که مردم یه جورایی به خودشون در واقع اینو نمیقبولونن که این اتفاقی که داره توی کشور میفته، این حقی که داره گرفته میشه، این برخوردی که داره با خانوما میشه توی کشور به اون شکل، ممکنه برای هر خانواده خودش هم اتفاق بیفته و یه جورایی باید جمعی فکر بکنه و فردی فکر نکنه، فقط فکر منافع شخصی خودش نباشه، منافع جمع رو در نظر بگیره. و وقتی کلی فکر بکنه قطعا توی خیابون بی تفاوت از کنار این مسئله نمیگذره. جناب آقای دادخواه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خواهش میکنم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و همکاران دوستان عزیز. و اینکه به نظر بنده حجاب خوب و بدش برمیگرده به ذهنیت و شخصیت خود آدم ها. شاید بهترین شکل حجاب توی کشورهای اسلامی بتونیم مشاهده کنیم اونو، مثلا همین عراق یا ترکیه یا سوریه یا دبی، فرق نمی کنیم کشور اسلامی که همسایه ما هستن، خیلی هاشون پوشش دارن اگه خانم ها نگاه کنیم و خیلی هاشون پوشش ندارن. حالا یه چیزیه که هیچ اجباری هم روشون نیست، یعنی کشور مثلا ترکیه هیچ اجباری نذاشه که شما رعایت کنید یا نکنید، طرف خودش دلش خواسته رعایت میکرده. یکاش ایران هم همین کارو کرد، ولی به نظرم دولت مردان ایران یک کروچ کبیر میگن ازش میپرسن زنان شما چرا حجاب ندارن، جواب میده که حجاب زنان ما پلک چشمان مردان ماست. پس اگر اینا به حجاب زن گیر میدن یقینا به چشمان خودشون اعتماد ندارن، وگرنه همین مردان زنان ایران که الان توی کشورهای اروپایی آمریکایی حالا به هر دلیلی سکونت دارن و پوشش آزادم دارن، پوشش آزادم میبینن، هیچ مشکلی هم ندارن، بلکه از هر حیث هم که نگاه کنیم پیشرفت داشتن و چه بسا به واقعا مقامای خیلی مهمی هم دست پیدا کردن. و به نظر بنده مسئله حجاب توی ایران فقط یک بهانه است و این که بخوام گیر بدم فقط بهانه تراشیه، وگرنه آزادم کنن شاید خیلی اصلا حجابشون رو بر ندارن، ولی اینا بهانه است که بعضی دوست دارن الان یه خورده آزادتر به سر خریده، بهانه است که میزنم رو سر مردم عقدشون رو خالی میکنم. خیلی متشکرم. من مایکرام. خواهش میکنم. ممنونم آقای دادخواه عزیز. و
بله، بحث اون حق انتخابه است. حالا بقول شما این همه کشور اسلامی ما داریم توی دنیا که این حق رو از خانم ها نگرفته، یعنی خانم حق داره که حجابش رو داشته باشه، حق داره. حالا اون چیزی که اونا به عنوان حجاب دارن میگن، حالا من که کلن اصلا این مسئله رو قبول ندارم که اصلا حجاب یعنی چی، ولی نوع پوشش حالا منظورمه. اکثر کشورهای اسلامی اینو قبول کردن که هر خانومی اجازه داره نوع پوشش رو خودش انتخاب کنه. ولی چیزیه که جمهوری اسلامی در واقع داره این حق رو سلب میکنه، یکی از دلایلش به نظر من این که نمیخواد امتیازات دیگه ای بده. شاید اینجوری فکر میکنه که اگر این حق رو به خانوما بدن فردا حق و حقوق دیگه ای مطالبه میکنن، و شاید یکی از دلایلش همینه که واقعا این به این شکل داره برخورد میکنه با این شکل خشونت آمیزش. و مردانی که الان هستن توی رأس حکومت، واقعا من نمیدونم واقعا چه جمله‌ای میشه گفت که چی توی مغز اینا میگذره که هر چیزی رو به چیز جنسی میبینن، یعنی با دید جنسی بهش نگاه میکنن. یعنی شما هر چیزی، هر آن چیزی که در رابطه با یک زن حالا ما بخوایم صحبت بکنیم، برنامه تلویزیونی که نگاه بکنیم که 90 درصدشون همینه، یعنی تمام مجریا، مهمانانی که دعوت میکنن، اکثر سوالات در رابطه با همینه که حالا نظرتون راجع به این چیه، و هر سوالی هم میپرسه تاش میرسه به مسائل جنسی. واقعا نمیدونم چی تو مغز اینا میگذره که اینجوری فکر میکنن. خب تاش هم میشه همین دیدگاهی که الان توی حکومت حاکمه که به این شدت داره با مردم برخورد میکنه. فکر میکنم خانم ولیزاده ابتدا دست بلند کردن. خانم ولیزاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام، درود فرمان به همه عزیزان. خواستم اینا بگم که به نظر من تمام این گیر دادن ها به قول معروف گفتن که به دخترها و زنان جامعه که با حجابشون رعایت کنن، همش یه بازی سیاسیه. چرا که تمام زنان رو به وسیله این حجابشون دارن از جامعه کمرنگ میکنن، از صفحه جامعه کمرنگ میکنن. چرا که مثلا خیلی از زنان هستن الان میخوان خیلی از کار رو انجام بدن نمیتونن انجام بدن، چه بسا میخوان خیلی از شغلها رو ادامه بدن که به اسم حجاب و زن بودن و یه سری محدودیت ها نمیتونن انجامش بدن. به نظر من اینا همش یه بازیه که مردم رو سرگرم کردن و یه جوری حالت دست و پابند برای زنان جامعه هستش. خیلی ممنون این مارک رو در اختیار من قرار ده. متشکرم خانم ولیزاده، سپاس از شما. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم. بله، من بابت حالا ادامه صحبتام و سوالاتی که از اتحالی فرمودید، یکی در مقابل این که این حق و این حق انتخابه چرا گرفته شده و اصلا نداده بود که بخواد بگیره. از اون اول این حق این بسته شده بود. به نظر من این قانون رو گذاشتن که جلوی این حق رو بگیرن. حجاب اسلامی در ابتدا گذاشته شد طبق قانون اسلامی و این حق از همون اول بعد از انقلاب برداشته شد. خب مگه ما قبل از انقلاب خانوما حجاب رعایت نمی کردن؟ مگه قبل از انقلاب مبانی اسلامی یا موازین اسلامی یا به مناسکش یا به مراسمش بی احترامی می کردن؟ خب بوده، حالا به هر نحوی به هر شرایطی اینا اجرا می شده و حالا هر کی دوست داشته رعایت می کرده، هر کی دوست داشته رعایت نمی کرده. خب چه اتفاقی می افته که خب بعد از انقلاب و بعد از اینکه این تبدیل به قانون میشه و این حق گرفته میشه؟ چرا کشورهای اسلامی دیگه همونجور که شما خودتون هم فرمودید، مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل کشورهای عربی که خودشون دایه این اسلام رو به دوش میکشن و اسلام به قولی مهد تمدن از عرب اومده، از عربستان اومده، چرا اونها خودشون انقدر شدت عمل به خرج نمیدن روی زمینه؟ چرا ما شدیم کاسه داغ‌تر از آش نسبت به این زمین، نسبت به قضیه دین و اسلام؟ چرا ما سعی میکنیم که اسلام رو کامل نشون بدیم، اسلامی که حالا بابت اصلا موجودیتش و عدم موجودیتش اصلا بحثی نداریم، بابت کلیتش الان ما در مورد خانم‌ها داریم صحبت میکنیم و بحث حجابش،
خب این حق اول نبوده، پس از اون اول گرفته شده و متعاقباً کسی که حقی ازش گرفته شده و کم کم نسبت به این حقی که ازش گرفته شده فاصله میگیره، بهش تن میده به قولی، دیگه نمیتونه برگرده سمتش و با فشار و قدرتی که دارن میذاشت در ابتدا گذاشتن با کمیته و بحثایی که بود اون زمانه، حالا بعد از انقلاب این رو قشنگ میخوبیدن که برسن به جایی، برسن به جایی که امروز اون بحث کمیته شده گشت ارشاد امروز و همچنان با همون قدرت دارن میرن جلو به خاطر اینکه خودشون رو ثابت کنن و همچنان میخشون رو بکوبن که جاپاشون رو سفت کنن در ایران. اون فکر و دیدگاهشون و اون تصوراتشون رو بقبولونن به جامعه که شما هم باید این گونه باشید. همونجور که گفتم دیگه امروز روز این بر نمیتابه و زنهای ما، دختران ما امروز جلوی این وای میستن همونجور که داریم میبینیم. و اینکه این حالا این بحث امر به معروف نهی از منکری که داره اتفاق میفته، به نظر من این یه بازیه، این یه بازیه که شروع میشه به خاطر اینکه تو جامعه جهانی نشون بدن نه، ما خشم برخورد میکنیم، ما داریم انسانهایی رو که در سطح جامعه است و خودشون از مردمن و دوست دارن که حجاب داشته باشن و اونها خودشون میان و داوطلبانه به دیگران این به قولی پیشنهاد رو میدن که حجابشون رو رعایت کنن. حجاب مبنی بر، من میگم مبنی بر مو، نمیدونن حتی اگه ساق پاش بیرون باشه میگه باید بپوشونی، باید جورای بلند پات کنی که ساق پات بیرون نباشه، باید لباس بلند بپوشی مچت بیرون نباشه، گردنت معلوم نباشه. اینها همه علائمیه که باید حجابت کامل بشه. حجاب کامل عرض کردن فقط صورت بد مشخص میشه. این بابت این بحث، این که این بحث امر معروف و نهی از منکر تو چه مبحثیه و چرا راه افتاده، حالا چه تفاوتی، چه دیدگاهی نسبت بهش هستش و اینکه تو بحث یه سری ها بی تفاوتن، یه سری ها بی تفاوت نیستن. از نظر من ما داشتیم فیلم هایی رو که تو این مدت دیدیم که اومدن مردم حمله کردن، هجوم آوردن و ممانعت کردن از این قضیه، اشخاصی رو نجات دادن. متعاقبا بوده زمانهایی که کسی رعایت نکرده، مثل اون مادری که جلوی وند خودش رو نگه داشت و آخرم افتاد و وند رفت و فرزند اون مادر رو برد و کسی که اون دور اطراف بود هیچ کی ممانعت نکرد. خب به نوعی همونجور که عزیزان دیگه گفتن، شاید مهمترین، شاید ترسه مهمترینی که انقدر بلا آوردن که جرأت نمی کنن. و از اون مهمتر به نظر من همون یکدلی و اتحادی که گفته شد، ما اگه یکدل باشیم، ما اگه ببینیم اون زن، اون دختری که داره برده میشه از خودمونه و از با دید شخصی بهش نگاه نکنیم، عمومی بهش نگاه نکنیم، به من ربطی نداره، خب مال من نیستش که برم دخالت کنم، نه، اون احساس کنیم که اون برای خودمونه و عضوی از نزوی از خانواده خودمونه و اون سوختن دل به حال هم دیگه، دلمون به حال هم بسوزه، دل قلبمون برای هم بتپه، اون موقع است که دیگه بی تفاوت وای نمیسیم نسبت به دیدن اینجور صحنه ها و بی خیال از کنارش رد نمیشیم و مطمئنن ترتیب عملی، یه حرکتی، یه اتفاقی میفته و ممانعت ایجاد میشه از این اتفاقات. مورد دیگه که حالا نوشتم، سوال دیگه حالا خاطرم نیست، من فکر میکنم حالا سه تا سوال قبلی رو تا حدودی بهش اشاره کردم، باز اگه موردی بود متعاقبا دوباره وقت میگیرم و صحبت میکنم. ممنون. ممنونم جناب آقای لطفی، کاملا درست میفرمایید دیگه، یعنی باید یه جورایی همه فکر کنیم که اون بخش عمومیشو در واقع در نظر بگیریم و فکر کنیم تمام این اتفاقات امکان داره برای خود ما هم بیفته، پس بهتره همین الان، همین ابتدای کار جلوشو بگیریم که نخواهیم اتفاق بیفته. ولی خب کاری که واقعا جمهوری اسلامی حداقل توی این چند سال گذشته انجام داده همین بحث به جون انداختن مردمه، یعنی یه کاری کرده مردم خودشون به جون همدیگه بیفتن، اینجوری بیان تذکر بدن و بعد به اون صورت با همدیگه درگیر بشن که بعد حالا فیلماش هم همه دیدیم که چجوری پخش شده توی شبکه‌های اجتماعی، به اون صورت، به صورت خیلی وحشیانه‌ای در واقع اون خانم حمله کرد و اون اتفاقات بعدش افتاد که به جایی که ضارب رو دستگیر کنم مظلوم رو دستگیر کردم و ازش کلی اعترافات اجباری گرفتم. جناب آقای خسروپناه بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو. با
سلام. من میخواستم راجع به موضوعی که فرمودی، دوستان همه رو کامل توضیح دادن، به این موضوع اشاره کنم که هیچ موقع محدودیت باعث محبوبیت نشده تو هیچ جامعه، که ایران قشنگ اینو میتونیم مشاهده کنیم. و اینکه من توی فضای مجازی یه کلیپی رو دیدم خیلی تاثیرگذار بود، یه خانومی رو که بازداشت کرده بودن به جرم بدحجابی، پدرشون موقع آزاد شدن ازشون فیلم گرفته بود، دختر گریه میکرد و ابراز پشیمانی و معذرت‌خواهی از پدر میکرد که ببخشید که من باعث شدم شما تا اینجا بیا. پدر جوابی که به این دختر داد خیلی جالب بود، گفت دختر من باید از تو معذرت خواهی کنم که تو به اینجا رسیدی. و من میخوام به این اشاره کنم، حمایت از خانوم ها و زنان نباید از انتظار از تو خیابون و تو جامعه داشته باشیم، باید از تو خونه شروع کنیم. پدران، برادران، همسران خانوم ها باید حمایت کنن. وقتی اعتماد باشه، وقتی شما به فرزندت، به همسرت، خواهرت، مادرت اعتماد داشته باشی، و به قول یه بزرگی میگفت زن اگه زن باشه توی لشکر مردم ولش کنی سرفراز میاد بیرون. وقتی این اعتماد باشه هیچ قدرتی نمیتونه این زن رو بشونه. همینجور که میبینیم، خب توی فضای مجازی دیدید خانم سپیده رشنو اومد، حالا به هر دلیلی دفاع کرد، اومدن نشوندنش، یه اعتراف اجباری، صورت مشخص. خب این به نظر من باید حمایت از تو خونه ها شروع بشه و این زنجیره ادامه پیدا کنه. ممنونم که مایکو در اختیار من گذاشتی. ممنونم آقای خسروپناه. این حمایت به نظر من اتفاق افتاده، یعنی جامعه‌ای که الان داریم می‌بینیم توی کشورمون، خانواده‌هایی که الان داریم می‌بینیم توی کشورمون، واقعا نسبت به 20 سال پیش، 30 سال پیش واقعا تفاوت خیلی زیادی پیدا کردن. و یکی از دلایلش واقعا همین سطح آگاهی به نظر من، همین شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، که واقعا دیده حالا مردان یک خانواده واقعا تغییر کرده نسبت به خواهر، مادر، همسر، فرق نمی‌کنه، نسبت به گذشته. و این سطح از آگاهی بالا رفته الان، و یکی از دلایلش هم که الان حکومت اینجوری میترسه و به این تلاطم افتاده که به این شکل داره برخورد میکنه همینه. برای که میدونه وقتی مردان بیان پشت زنان دیگه نمیتونه زور بگه، دیگه نمیتونه. قبلا چیکار میکرد؟ میومد که از همون بحث، حالا چجوری میشه، بحث غیرت استفاده میکرد، حالا که من نمیدونم واقعا چه معنی میده الان اینجا، از بحث غیرت استفاده میکرد و یه جورایی رو کسی رو که اگر مثلا میگم خواهرش یا مادرش بدون حجاب یا بی حجاب از نظر اونا بیرون میومد، بی غیرت نشون میدادن، بی غیرت معرفیش میکردن، اینو جا انداخته بودن توی جامعه. و این باعث میشد که اون برادر یا اون پدر، این خود حکومت با خواهر، دختر یا همسر خودش برخورد بکنه. کماکان که دیدیم دیگه، حالا توی این قتلایی که چند وقت پیش هم اتفاق افتاد، قتلای ناموسی که داره اتفاق میفته، همش بحث همین غیرته. یعنی حکومت دست میذاره روی اون بخش از دیدگاه اون مردی که متاسفانه آموزش درست ندیده و میگه تو بی غیرتی اگر همسرت اینجوری رفت بیرون، خواهرت اینجوری رفت بیرون، و مجبورش میکنه که اون هم متقابلا خواهر خودشو بکوبه یا همسر خودشو بکوبه. ولی خب این بحث آموزشه، این آموزش ها الان تغییر کرده و یه جورای خانواده‌های ما آگاه‌تر شدن نسبت به قبل، و این خیلی خوبه. کماکان که داریم می‌بینیم الان داره چه اتفاقاتی توی جامعهمون می‌افته، و همونطور که فرمودید پدر، برادر، همسر، همه و همه دارن دفاع می‌کنن از زنان کشورمون، و به نظر من این واقعاً جای تقدیر و تشکر داره. و فقط اینکه وظیفه ما الان اینه، وظیفه ما به عنوان یک فعال حقوق بشر هم در واقع همینه که آگاهی رسانی بکنیم، شروع کنیم از خانواده خودمون، از اطرافیان خودمون ابتدا، این سطح از آگاهی رو رشد بدیم که به یه جایی برسیم که در آینده تمام مردمان، یعنی مردان کشورمون، همه و همه پشت خواهران و
خانمای کشورمون باشن. با امیدی که اون روز واقعا خیلی زود برسه. خب من ظاهرا از دوستان دیگه کسی تمایل در نداره توی بحث آزادمون شرکت کنه. تشکر میکنم از همه دوستان عزیز، از همه همکاران گرامی که تا این لحظه در جلسه ما حضور داشتن، عزیزانی که توی بحث آزادمون شرکت کردن. تشکر میکنم از همکارانی که در برگزاری این جلسه با ما همراه بودن، هم از سخنران عزیز، هم از منشی جلسه خانم سمانه بیرجندی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای اسفندیار سنگری و آقای امین بلبردی بهمن، ادمین ها جناب آقای عباس رهبری، جناب آقای داوود لطفی و همینطور جناب آقای آرشا کچویان. سپاس از همه دوستان. من ختم جلسه رو در ساعت 19:30 در تاریخ 14 آگوست به وقت اروپای مرکزی